سلام، خوش آمدید به این بخش ویژه خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی. با گذشت 3 روز از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده به آن، به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این، از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که اعتراضات ادامه دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت می‌کند. همزمان نمایندگان مجلس ایران طرح بازگشت قیمت بنزین را پس گرفتند. برای بررسی بیشتر آخرین خبرها درباره اعتراضات گسترده در ایران، همکارم فرنوش امیرشاهی در استودیو با ماست. فرنوش، میدونم اینترنت قطع، خبر گرفتن از ایران بسیار دشواره، اما چه تصویری داریم از ادامه اعتراضات؟ دقیقا همینطوره. این قطعی اینترنت و حتی در بعضی مناطق گفته شده تلفن ها هم قطع هست، باعث شده که خب شبکه های مجازی مختلف قطع باشه، اپ های مختلف قابل دسترسی نباشن. حتی ما در اینجا نمیتونیم به خیلی از وبسایت های رسمی دسترسی داشته باشیم، دسترسی ما هم از این طرف قطع شده. اما با این حال گزارش شده که کماکان تصاویری میاد، بعضی از مخاطبین بی بی سی برای ما تصاویر و فایل های صوتی میفرستن مبنی بر اینکه همچنان فضا در بسیاری از مناطق در ایران امنیتی، تعداد زیادی پلیس و نیروهای لباس شخصی در خیابان ها هستن. تصاویر منتشر شده از اینکه بعضی از جایگاه های بنزین تخریب شدن، بعضی از مغازه ها و مثل فروشگاه رفاه در کرج مثلا آسیب زیادی دیدن. تعداد کشته شده ها ظاهرا بیشتر از اون چیزی هست که ما دیروز اعلام کردیم. چیزی که تایید شده اینه که در سیرجان 1 نفر کشته شده. نماینده شهریار گفته در حوزه انتخابیه او هم 1 نفر کشته شده. به جز این گزارش هایی هست از اینکه 10 نفر در مناطق مختلفی جانشون رو از دست دادن که ما نمیتونیم البته اینها رو مستقلا تایید بکنیم. در این حال صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای، سخنرانی که امروز صبح داشت در درس خارج از فقهش، مسیر این ماجرا رو دوباره عوض کرد، شبیه به اون چیزی که شاید سال 88 اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای امروز 3 بار گفته که سررشته‌ای در موضوع قیمت بنزین نداره، اما از تصمیمی که گرفته شده حمایت می‌کنه. یعنی به نوعی با این که این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده که به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و تمام مصوبات این شورا باید به تایید او برسه، اما او از پذیرش مسئولیت مستقیم سر باز زده و فقط گفته که تایید میکنه. آیت الله خامنه ای هم تایید کرده که تعدادی کشته شدن. صحبت های امروز او باعث شد که اولا در مجلس، با اینکه دیروز سر و صدای زیادی به پا بود بعد از اینکه مجلس دور زده شده، قانون زیر پا گذاشته شده، طرحهای دوفوریتی و سفوریتی متعددی مطرح شده بود، اما همه این طرحها پس گرفته شد به دلیل صحبت های آقای خامنه ای و در نتیجه بنا بر این شده که همراهی بکنن. این مصوبه که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اومده و تنها موارد ابهام آمیزش رو بخوان بررسی بکنن، یا اینکه به گفته نمایندگان مجلس کمک بکنن برای اجرای بهتر این طرح. از طرف دیگه آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بیانیه داده. به اون اومده در ابتدای بیانیه‌اش گفته این پیشنهاد دولت بوده، یعنی نخواسته قبول مسئولیت او هم به نوعی بکنه که سهم داشته در این تصمیم گیری، ولی گفته پذیرفته و با توجه به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای که گفته بود این اعتراض هایی که میشه مردم عادی نیستن، اینها اشرارن و هیچ کسی نباید به اونها کمک بکنه، گفته با اونها برخورد میشه و او هم از واژه اشرار استفاده کرده، گفته اینها نفوذیان به دادستان های کل کشور و دادستان های سراسر کشور دستور داده که بررسی کنن و در این حال گفته که یک کمیته تشکیل میشه برای اینکه نظارت بکنن برای اینکه چطور این قیمت ها داره کنترل میشه. و
وزارت اطلاعات هم بیانیه‌ای داده، گفته پیرو به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای وارد عمل میشه. به گفته اون این بیانیه اغتشاشگران شناسایی شدن و قرار با آنها برخورد شد. اما یک خبری که ما باز هم داریم در بازار تهران که ظاهرا امروز صبح نارام بوده، بخشی از بازار تعطیله. دبیرکل جامعه انجمن اسلامی اصناف گفته پلیس امنیت الان در منطقه در بازار تهران حضور داره. یک خبری هم بود که دیشب ظاهرا یک مجتمع تجاری دو طبقه در بازار تهران آتیش گرفته، آتش رو خاموش کردن، مشخص نیست دلیلش چی بوده. شاید همین موضوع باعث شده که امروز بازار تعطیل باشه. دبیرکل جامعه اصناف گفته یه بخشی از در واقع اغتشاشگران امروز می‌خواستن تنش ایجاد کنن، ما جلوشون رو گرفتیم و ظاهرا در حال حاضر یک بخش از بازار هنوز تعطیله. بخشی ازش همونطور که گفتی بحث این هم هستش که گزارش‌های تایید نشده مبنی بر اینکه بعضی از بازاری‌ها اعتصاب کردن هم منتشر شده. فرنوش، دیروز بحث این بود که یه سری از رسانه‌های داخلی منع شدن از پوشش خبرهای مربوط به این اعتراضات. امروز هم یکی از اعضای تحریریه وبسایت عصر ایران گفته که به رسانه‌های داخلی گفته شده که از پوشش خبری جدی و فراگیر نارامی‌ها خودداری بکنند. امروز روزنامه‌ها چطور پوشش دادن این اعتراضات؟ امروز روزنامه ها اونطور که پوشش دادن باز هم در همون مسیری هست که دیروز پی گرفته بودن، یعنی آمدن هرچند به موضوع افزایش قیمت بنزین پرداختن، اما روزنامه های جناح راست مثل رسالت که شما الان تصویرش رو میبینید با تیتر قانع نشدیم آمدن توپو انداختن تو زمین دولت، گفتن این تصمیم دولت بوده بدون کارشناسی بوده، بدون اینکه حالا بخواد که قبلش مشورت بکنه، بی تدبیری کرده، در زمان نامناسبی بوده و به این پرداختن که به هر حال ما از این تصمیم قانع نشدیم و این طرحی نیستش که به نتیجه برسه. همینطور روزنامه کیهان رو داریم که این روزنامه هم باز اومده به همین شکل توپ رو به زمین دولت انداخته و گفته که این تصمیم خود دولت بوده، در واقع قوای دیگه نقش در اون نداشتن و اونچه که اتفاق افتاده از جانب اون بوده و هشدار دادن که حواستون باشه که به هر حال خودتون هم باید پای تبعاتش بیستید. روزنامه وطن امروز هم به همین شکل پرداخته به این موضوع. اما روزنامه هایی که بیشتر به جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا نزدیک هستند مثل مثلا روزنامه سازندگی، تیتری که انتخاب کردن یه جوری خواستم بگن که بارش برف و بنزین با هم قاطی شده و این مسئله بعضی از اعتراض ها، بعضی از اون اتفاقایی که دیروز افتاده به خاطر برف بوده، همش بنزین نبوده و نادیده گرفتن در واقع اعتراض های زیادی که در نقاط مختلف ایران بود. اونطور که گزارش نشون میداد در حدود 50 شهر ایران، دست کم 50 شهر ایران دیروز نارام بود به دلیل این اتفاقات، ولی در این روزنامه ها خبری از این اتفاق ها نیست. روزنامه همشهری هم به همین شکل فقط در یک گوشواره چپ پایین اشاره کرده به اینکه رسانه های خارج از کشور اومدن اون نارومی که به خاطر برف ایجاد شده بود، ترافیک سنگین که در تهران به خاطر برف بود و ربط دادن به اعتراضات و به نوعی گفتن به گفته اونها موج سواری کردن، ولی به هر حال باز هم همچنان نادیده گرفته شده حجم اعتراض ها و همینطور افرادی که جانشون رو از دست دادن، مجروحان پرتعدادی که گزارش شده که مجروح بودن و همه اینها در این روزنامه ها غایب بزرگ امروز روزنامه ها. متشکرم فرنوش امیرشاهی که دوباره به تو برخواهیم گشت در ادامه روز. قبل از اینکه سراغ مهمان بعدی برنامه بریم اجازه بدید بخش از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رو درباره گرانی بنزین و اعتراضات مردمی بشنویم. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه.
چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سعید آگنجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ماست. آقای آگنجی، شنیدید بخشایی از صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو، ارزیابیتون چیه؟ ما شاهد هستیم که در روز گذشته بخشی از حتی نزدیکان آقای خامنه ای، یعنی بخشی از نزدیکان حکومت، موضع‌های مخالف داشتن و می‌خواستن این افزایش قیمت بنزین رو صرفاً به دولت نسبت بدن. اما با موضع‌گیری که امروز آقای خامنه ای انجام داد، مشخص شد که به تصمیم گیرنده اصلی این موضوع نه تنها سران سه قوه بودن، بلکه رأس نظام، یعنی شخص رهبر ایران در این تصمیم گیری دخیل بودن. حتی اگر این موضع محافظه کارانه رو بگیرن که بگوین من تخصصی در این حوزه ندارم، به هر حال تصمیم گیرنده میشه با تفاصیل در حال حاضر گفت که رأس نظام بوده و دولت فقط به عنوان مجری این طرح داره عمل میکنه. هرچند که حملاتی که از طرف رسانه‌های جریان تندرو، جریان امنیتی و بخش دیگری از نیروهای مثل نیروهای در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مسئله، همه اینها و سپاه پاسداران حتی دیروز این مخالفت خودشون رو با افزایش قیمت بنزین و حتی مراجع تقلید هم مخالفت خودشون رو نسبت به افزایش قیمت بنزین اعلام کردن. اما امروز شاهد هستیم با موضع‌گیری که آیه خامنه ای انجام دادن نسبت به اینکه مهر تاییدی رو بر تصمیم سران سه قوه زدن، شاهد هستیم که هم مجلس عقب نشینی کرد از طرح فوریتی که داشت برای کاهش قیمت بنزین، همین که قوای دیگه، یعنی که مجمع تشخیص، شورای نگهبان و رسانه های حتی جریان تندرو و رسانه هایی که وابسته به سپاه هم هستن ساکت شدن و هیچ صحبت دیگری در این حوزه انجام ندادن. به نظر من در حال حاضر صحبت های آقای خامنه ای میتونه آتشی رو، حالا یا بنزینی رو بر آتش جامعه بریزه و این افکار عمومی که در حال حاضر معترض هستن رو بیشتر این اعتراضات رو تشدید کنه. آقای خامنه ای در بخشی از صحبتاش گفته که کسانی که دست به تخریب اموال عمومی زدند مردم نیستند و اشرارند. آیا میشه این رو چراغ سبزی برای سرکوب بیشتر این اعتراضات دید؟ بله، دقیقا موضع‌گیری رو که کردن مانند موضع‌گیری هایی هست که در ادوار گذشته داشتن نسبت به معترضین، و معترضین رو حالا اشرار وابسته به گروه های خارج کشور یا اونها رو نفوذی یا هر عنوان دیگری رو به اونها نسبت دادن، و این در از چراغ سبزی برای نیروهای نظامی و انتظامی است که هر نوع برخوردی رو برای سرکوب تجمعات و اعتراضات انجام بدن. و قطعا شاهد خواهیم بود که دیگه موضع‌گیری رو حتی فرماندهان سپاه در قبال مخالفت با افزایش قیمت بنزین نخواهند داشت و همه اونها در راستای اون اتفاقات و فرمانی که حالا دریافت کردن از رأس نظام عمل خواهند کرد. در اصل ما شاهد هستیم این سرکوب ها تا الان هم یعنی برخورد های خشن بوده، در صورتی که در فکر کنم ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته طبق آماری که حالا غیر رسمی است نزدیک به 20 نفر کشته شدن و رهبر ایران به سادگی در مورد این موضوع صحبت میکنه. در سخنانشون هم اشاره کردن خب تعدادی افرادی کشته شدن، یعنی اینکه اهمیت آنچنانی نداره و قاعدتا این رو پیش بینی کرده بودند.
آقای آگنجی، گزارش های تایید نشده ای منتشر شده مبنی بر اینکه محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس ممکن است امروز استعفا بده از سمتش. فکر میکنید که ممکنه شاهد اعتراضات گسترده تری از جانب نمایندگان مجلس باشیم، از جمله اونهایی که در 48 ساعت گذشته به کرات از کمرنگ شدن نقش مجلس گفتند و معترض بودند به این وضعیت؟ در اصل احتمال اینکه کسان دیگه هم همراه آقای صادقی اقدام به استعفا کنن، هرچند که هنوز هیچ کدام از رسانه ها مثل توییتر آقای صادقی یا تلگرام ایشون این خبر رو تایید نکرده، اما اگر این اتفاق بیفته به نظر من چند نماینده دیگه هم همراه آقای صادقی استعفا خواهند داد نسبت به حالا اینکه مجلس در رأس نیست، چون این تصمیم قاعدتاً بدون اطلاع اونها گرفته شده. یعنی در روز جمعه که این تصمیم گرفته شد، روز پنجشنبه که البته جمعه شب میشد این تصمیم گرفته شد، بیشتر اعضای حتی کمیسیون ها نمایندگان مجلس هم اطلاعی نداشتن از افزایش قیمت و به یک باره این تصمیم توسط شورای عالی اقتصادی، حالا که متشکل از سرانیس قوه، گرفته شد و در حال حاضر نماینده ها از روز گذشته این اعتراض رو داشتن و حتی نمایندان اصلاح طلب به این طرح فوریتی کاهش قیمت بنزین یا برگشت به همون قیمتی که نرخ گذشته بود رو ارائه دادن و با صحبت هایی که امروز آقای خامنه‌ای انجام داد اکثر اونها عقب نشینی کردن. شاید تعداد خیلی محدود و انگشت شماری همراه آقای صادقی اقدام به استعفا کنند، اگر که تصمیم آقای صادقی رسما اعلام بشه و این استعفا داده بشه، به دلیل اینکه نشون بدن که مجلس اون کارایی رو نداره و تمام تصمیمات فراتر از مجلس و فراتر از قانون گرفته میشه. با توجه به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای و احتمالاً افزایش سرکوب این اعتراضات، فکر می‌کنید که این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد؟ در حال حاضر باید یک نکته‌ای رو من اشاره کنم. یک اصلاحیه‌ای از طرف دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کوچک روی افزایش سوخت‌ها زده شده و البته این خبر رسمی است که توسط رسانه‌های داخل منتشر شده، هنوز من نمیدونم چقدر صحت داره، ولی این اصلاحیه مبنی بر این هست که سوخت این راننده‌های تاکسی، سرویس مدارس، افرادی که در آژانس‌ها یا تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده، یعنی که اون 300 لیتر به 400 لیتر و همین جور به مراتب افزایش پیدا کرده. حالا باید دید که جامعه نسبت به این حالا افزایش راضی خواهد شد. البته باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که اعتراضات کنونی صرفاً اعتراضاتی نسبت به افزایش قیمت نیست، چون این اعتراضات بیشتر نسبت به معیشت و وضعیت اقتصادی است که حالا در اثر تحریم‌ها، در اثر اقتصاد فشلی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و حاضر به اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی یا نظام‌های سیاسی و اجتماعیش نیست، اتفاق افتاده و بیشتر میشه گفت این اعتراضاتی که داره صورت میگیره، اعتراضات به کلیت تضعیف جامعه نسبت به مدیریت معیشت خانوارها هست که در حال حاضر اگر که این اعتراضات ادامه پیدا کنه بیانگر این هست که وضعیت بسیار بحرانی هست و حتی سرکوب های شدید حاکمیت هم نمیتونه جلوی این روند اعتراضات رو بگیره. باید دید که جامعه تا کجا میتونه مقاومت کنه در برابر اون سرکوب ها که شده. باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که تا روز گذشته حکومت از توان 100% خودش در سرکوب معترضین استفاده نکرده و قطعا با تشدید این اتفاقات و تشدید این تجمعات و اعتراضات نیروهای لباس شخصی، نیروهای سپاه و نیروهای دیگه هم به این کارزار برای سرکوب معترضین وارد خواهند شد و باید دید که چه اتفاقاتی در ساعات آینده حتی یا روزهای آینده اتفاق میفته، با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و مدارس چند شهر کلیدی هم تعطیل هستند و امکان اینکه جوان‌ها به این اعتراضات بپیوندن هم وجود داره. متشکرم. سعید آگنجی، تنگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ما.
بیننده این بخش ویژه خبری برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران هستید در تلویزیون فارسی بی بی سی. تا این لحظه امروز آیت الله خامنه ای اولین واکنشش رو به این اعتراضات نشون داد و تایید کرد که عده‌ای در این اعتراضات کشته شدند، اما همچنین تاکید کرد که از تصمیم سران سه قوه حمایت میکنه و گفت کسانی که دست به تخریب اعمال عمومی زدند مردم نیستند، بلکه از اشرار به گفته او محسوب میشند. به روزنامه نگاران داخل ایران گفته شده که از پوشش خبری جدی و فراگیری نارامی ها خودداری بکنند. دسترسی به اینترنت به طور گسترده در بخش های بزرگی از ایران قطع شده، به همین دلیل دریافت تصویر از ایران بسیار دشواره، اما تماس هایی که ما با شهرهای مختلف داشتیم تایید میکنه که اعتراضات در بسیاری از شهرها کماکان ادامه داره. ابراهیم رئیسی در اولین واکنشش بعد از این اعتراض ها گفته که تصمیم پیشنهاد دولت بود که قیمت بنزین رو افزایش بدیم، این در حالیه که آقای رئیسی، علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس جمهوری هر سه در شورای سران این تصمیم گرفتن و همطور که آیت الله خامنه ای گفته به تایید رهبر ایران هم رسیده. نمایندگان مجلس در واکنش به این تصمیم آیت الله خامنه ای طرح کاهش قیمت بنزین رو پس گرفتند علارغم اعتراض ها و انتقاد هایی که در 48 ساعت گذشته به این تصمیم داشتند. فرمانده شهریار گفته که در اعتراضات روز شنبه در این شهر بین 60 تا 70 نفر مجروح شدند. متروی اصفهان امروز تعطیل اعلام شده. مدیر عامل متروی اصفهان گفته که به دلایل شرایط به وجود آمده مترو تمام روز یک شنبه تعطیل خواهد شد. اصفهان از جمله شهرهایی بوده که نارامی های گسترده ای رو به خود دیده. انجمن جایگاهداران اصفهان اعلام کرده که 15 پمپ بنزین در این شهر دچار حادثه شده. تمام مدارس اصفهان هم به دلیل اعتراضات تعطیل شده. گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده درباره احتمال استعفای اعتراضی محمود صادقی، نماینده مجلس ایران. خبرگزاری ایلنا نوشته که آقای صادقی به زودی استعفاش رو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنه. محمود صادقی از جمله نمایندگان منتقد این تصمیم بوده و در ماه‌ها و سال‌های گذشته از جمله نمایندگانی بوده که به سری از تصمیم‌های حاکمیت اعتراض و انتقاد داشته. از علی نیکویی کارشناس امنیت شبکه و کامپیوتر از شهر نیوخین هلند به ما پیوسته. آقای نیکویی چند ساعتی هست در واقع از بعد از ظهر گذشته رفته می‌دیدیم که ارتباط بسیاری از شهرها به اینترنت قطع میشه. اساساً این قطعی اینترنت تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ قطع اینترنت با توجه به اینه که ما یه زیرساختی رو داریم، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، تا هر زمانی که بخوان امکانش هست که این قطعی رو نگه دارن، چون اصولا نیازی که برای داخل هست و میتونن برطرف بکنن و تنها قطعی رو که انجام میدن قطعی برات ارتباط شبکه داخلی ایران با شبکه اینترنت جهانیه. هرچند که این قطعی از دیروز ساعت 4 بعد از ظهر گزارش شده، ولی میزان دسترسی به اینترنت از حالا رنجی که داریم که 100% اگه ما بگیریم، دیروز توی کمترین حالتش به 70% رسیده بوده از نظر آماری اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم. قطعی 100% نبوده، همینجوری بوده که قبلا هم ازش استفاده کردن توی نارامی اخیر، به ویژه توی سال 97 دی ماه 97 از همین شیوه استفاده میکرد. 96 بله از همین شیوه استفاده میکردن برای کنترل فضای اینترنت. آقای نیکویی هیچ راهی برای دور زدن این قطعی اینترنت وجود نداره؟ ببینید، یه موقع هست ما داریم در مورد فیلترینگ حرف میزنیم، یه موقع هست داریم در مورد قطعی حرف میزنیم. وقتی قطع هست، نه، هیچ راهی برای این نیست، مگر اینکه از یک شیوه دیگه مثلا اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنن یا چیزای شبیه به این. نه، الان انگار اینه که مثلا توی خونه شما کابل اینترنتتون قطعه. یه موقع هست مثلا بخوام خیلی ساده اش کنم، مثلا یه موقع هست مودم خرابه، شما میتونید مودم رو جابجا کنید، یا یه موقع هست مودمتون مثلا یه سری محدودیت روش گذاشتین، محدودیت ها میشه با یه شیوه دور زد، ولی الان مثلا اینجاست که کابل اینترنت قطع. سفیر آمریکا در آلمان توییت کرده که امکان فنی بازگشایی اینترنت به روی مردم ایران وجود داره و از آمریکا و دولت‌های اروپایی خواسته در این زمینه همکاری کنند. آیا واقعا چنین امکانی وجود داره؟
من فکر کنم بیشتر یه حرف تبلیغاتیه. نه، وقتی مگر اینکه همون چیزهایی که توی دوره اوباما میگفتن و بیشتر از فضای حرف زدن بیشتر نبود و شعار و تبلیغات که اینترنت چمدونی یا چیزهای شبیه این، باید با یه تکنولوژی دیگه ای اومد این مشکل رو حل کرد، مگر اینکه ایران خودش بخواد که اینترنت رو باز. پس این اینترنت ماهواره‌ای که شما بهش اشاره کردید، اون دقیقاً چیه؟ چطور میشه که مردم به اون بتونن ارتباط برقرار کنن؟ ببینید، اینترنت ماهواره یه چیزی شبیه همین سیستمی که خیلی‌ها استفاده می‌کنن برای گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، خیلی شبیه به اونه. یه سری ماهواره‌ها هستن برای ارسال و دریافت اینترنت کار می‌کنن و باید از اونها استفاده کرد، ولی بر اساس قوانینی که توی ایران هست بدونه، چون می‌تونه اخلال ایجاد بکنه برای فضای امواجی که توی ایران هست و می‌تونه مثلا روی رفت آمد هواپیما یا چیزهای دیگه تأثیر داشته باشه، یا حتی ارتباطات رادیویی تأثیر داشته باشه، بدون مجوز امکان این نیست. و تا جایی که من خبر دارم و میدونم، شناساییش یه مقداری سخته، ولی اگر شناسایی بکنن جریمه خیلی سنگین مالی داره. حالا تو این شرایط ممکنه حتی جریمه بیشتر از مالی داشته باشه. سازمان‌های بین‌المللی آقای نیکویی، اونها آیا میتونن فشار بیارن؟ اساساً راهی وجود داره که برای کشوری فشار اعمال بشه؟ برای اینکه دیدیم نمونه‌هاشو، فرضاً در عراق هم وقتی که اعتراض بود، دوره‌هایی بود که شنیدیم که حکومت در عراق اینترنت رو به کل قطع کرد. آیا امکان این هستش که فشاری به حکومت اعمال بشه از خارج از کشور، از جانب سازمان‌های بین‌المللی، برای اینکه اینترنت رو دوباره وصل کنه؟ قطعا امکانش هست که فشار بیارن و قطعا هم اونا فشار میارن، همینجوری که الان شما مثلا رسانه ها رو چک کنید، خیلی از رسانه ها دارن این خبررسانی میکنن و یه جوری دارن فشار میارن. مثلا همین چیزی که شما میگید، سفیر آمریکا توی آلمانی همچین توییتی کرده، اینا به یه شکلی فشارن، ولی خب این یه مسئله اینه که این فشاره، و یه مسئله دیگه اینه که این فشاره قابل یعنی انجام هم باشه، یعنی کسی به این فشارا گوش بده یا نه. ما اینو دیدیم توی دورهای مختلف، یه زمانه گوش دادن یه زمانه گوش ندادن. من آدم سیاسی نیستم که بخوام به این سوال جواب خوب بدم، ولی برداشت شخصیم اینه که نه، این تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. وقتی که فضا آروم بشه، من بعید میدونم که برگرده به حالت قبل. آقای نیکویی، بسیاری از زیرساخت‌های داخل ایران هم به اینترنت وصل، از جمله خدمات بانکی، بسیاری از وزارتخونه‌ها. آیا اونها الان کاملا در واقع منتقل شده به اینترنت داخلی و کماکان داره کار می‌کنه؟ فرضاً چون ما از خارج از ایران حتی خبرگزاری ایرنا و ایسنا رو نمیتونیم باز بکنیم، آیا اینها همش در ایران داره کار می‌کنه مثل گذشته؟ اطلاع دارین؟ راستش من اونجا نیستم و نتونستم تو از دیروز سال با کسی صحبت کنم که بخوام بپرسم، ولی فکر میکنم که کار میکنه، چون اونا روی زیرساخت داخلی هستن و قاعدتا باید کار کنن. و یکی از دلایل عمده‌ای که میخواستن شبکه ملی اطلاعات باشه همین بود، که حالا کنار همه اون دلایل دیگه‌ای که داشتن میآوردن که ممکنه ما بعضیشون نقد داشته باشیم، ولی یکیش همین بود که توی یه شرایطی نخواد کانکتیویتی این شبکه، یعنی چیز الزامات زندگی عادی مردم بخواد به خطر بیفته بابت یه سری، حالا اون موقع بحث تهدید بود، شاید اینا هم الانی به شکلی تهدید دارن بهش نگاه میکنن. به هر حال الان قاعدتا اونا باید کار بکنن. متشکرم. علی نیکویی، کارشناس امنیت شبکه و کامپیوتر، از شهر نیوخین هلند با ما. و اما بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ده‌ها شهر ایران به افزایش قیمت بنزین هستید. امروز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اولین واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که از آن حمایت می‌کنه و همچنین گفت که تایید کرد در صحبت‌هاش کشته شدن عده‌ای از معترضان رو. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته که افزایش قیمت بنزین پیشنهاد دولت بوده اما از اون حمایت کرده. در واکنش به صحبت آیت الله خامنه ای، نمایندگان مجلس طرح کاهش قیمت بنزین رو پس گرفتند. تماس هایی که بی بی سی فارسی داشته با بسیاری از شهرهای ایران تایید میکنه که اعتراضات کماکان در بسیاری از شهرها ادامه داره، با وجود اینکه تصمیم شورای امنیت کشور بر این بوده که اینترنت رو به گفته خودشون به دلیل امنیتی قطع بکنند. اما آنچه که از ایران بیرون میاد، خبرهایی که از ایران خارج میشه، نشون دهنده ادامه این اعتراضاته. از جمله معترضانی که با ما تماس گرفتن، صدای یکی از اونها رو بشنویم درباره مشاهداتش.
دهلام در 25 آبان 98 اتوبان باقری ضلع شمال به جنوب و جنوب به شمال تقاطع فرجام 196 و رسالت توی چند تا نقطه مشخص اتوبان بند اومده بود، مردم ماشیناشون رو خاموش کرده بودن و توی چند تا نقطه هم مردم سد معبر کرده بودن، سد زباله و لاستیک و از گاردریل استفاده کردن برای جلوگیری حضور ماموران. حدود ساعت 6:30-7 یگان ویژه هجوم آورد به سمت مردم، به خاطر اینکه سیل مردم زیاد بود نداری و پیش ببرم، و در ساعت 11 شب نیروهای بسیجی و لباس شخصی توی منطقه حاضر شدن که با زدن حداقل 50 تا گاز اشکاور و با باتوم و سپر به سمت مردم هجوم آوردن و مردم متفرق کردن و اتوبان رو باز کردن. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم، و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و در تمامی تقاطعها حضور دارن. از دیروز بعد از ظهر اینترنت به صورت کلی قطع شده، چه اینترنت های خانگی چه اینترنت های همراه، و ما به هیچ سایتی به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم، نمیتونیم از اپلیکیشن های سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم، فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن و بقیه سایت ها و اپلیکیشن ها قابل استفاده نیستن. هیچ کدوم از وی پی ان ها و فیلتر شکن هامون کار نمی کنه. فقط و فقط میتونیم از پروکسی، اونم به صورت خیلی محدود استفاده کنیم و تلگرام رو در بعضی مواقع باز کنیم، و برای تلفن ها هم لیمیتد قرار دادن، بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه وقتی صحبت میکنید تلفن شما ناخودآگاه قطع میشه. شنونده اظهارات یکی از بینندگان بی بی سی فارسی بودید در این بخش ویژه خبری بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران. آیت الله خامنه ای امروز در اولین واکنش به این اعتراضات ضمن تایید کشته شدن عده ای اعلام کرد که این تصمیم سران قوا بوده و از حمایت او برخوردار بوده. در نتیجه این اظهار نظر، نمایندگان مجلس، آن دسته از نمایندگان مجلس ایران که طرحی ارائه داده بودند برای کاهش قیمت بنزین، این طرح رو پس گرفتند. دسترسی در ایران به اینترنت به شدت محدوده، در نتیجه گرفتن تصویر از ایران به شدت برای رسانه‌ها مشکل شده، اما ما تلاش می‌کنیم با شهرهای مختلف در ایران تماس داشته باشیم برای گرفتن اطلاع از آخرین حوادث در این کشور. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و از سردبیر آژانس خبری مکریان از سنندج به ما پیوسته. آقای کردپور، شهر شما از جمله جاهایی بود که شاهد اعتراضات و نارامی بود، امروز اونجا اوضاع چطوره؟ شما رسیده که در کردستان هم امروز تجمعاتی پراکنده، البته اتفاق افتاده به صورت پراکنده هستش، البته چون اینترنت قطع هستش امکان به هر حال ارتباطات خیلی محدود شده و فعالین یا مردم نمیتونن اطلاعی از اوضاع همدیگه داشته باشند و مشکلاتی در ارتباطات به وجود اومده. آقای کردپور، آیا از تعداد زخمی ها و قربانیان این اعتراضات اطلاعی دارید؟ آقای کردپور، صدای منو میشنوین؟ بله بله، صداتون قطع وقتی میشه. آیا اطلاعی دارید از تعداد قربانیان در اعتراضات دو روز اخیر در کردستان؟ آقای کردپور، صدای منو دارید؟ به نظر میاد که تماس ما با مسعود کردپور، روزنامه نگار از سنندج، قطع شده. تلاش میکنیم که دوباره با ایشون تماس بگیریم. و همچنین محمد جواد اکبرین به ما پیوسته. آقای اکبرین، واکنش آیت الله خامنه ای رو به این اعتراضات دیدید؟ او به نوعی
همزمان با تلاش به سلب مسئولیت و اعلام اینکه او کارشناس نبوده اما این مسئولیت رو به سران قوا داده، اما از اون حمایت کرد. بله، ببینید، ایشون در 5 دقیقه سخنرانی امروز که ابتدای درس خارج فقهشون داشتن 3 تا ادعای دروغ رو مطرح کردن. ادعای دروغ اول این هست که ایشون گفتند بر اساس نظر کارشناسی عمل کردند و تابع نظر کارشناسی بودند. امروز نمایندگان مجلس در خبرگزاری‌های داخلی هم آمده گواهی دادند که کمیسیون‌های تخصصی اومدن کار کارشناسی کردند. امروز 2 تا طرح، یکی سفوریتی و یکی دوفوریتی، ارائه دادند برای اینکه عقب نشینی بکنند از این طرح. خب ایشون میگن سران قوا تصمیم گرفتن، مجلس شورا جزء قوای سگانه نیست؟ یا اگر چیزی رو بررسی کارشناسی میکنه، مگه قرار نیست فصل الخطاب کارشناسی های کشور باشه؟ ببینید، شما به محض اینکه میگید کارشناسی، دعوا میشه. کدوم کارشناسا؟ برای اینکه این دعوا رو جمع کنن، یه جایی توی دنیا به وجود اومده به اسم پارلمان، که این پارلمان قرار بیاد نمایندگان مردم بیان اون نظری که روش دست میذارن اون بشه نظر کارشناسی نهایی، وگرنه هر کسی میتونه بگه که من با کارشناسا مشورت کردم و مثلا به این نتیجه رسیدم. این یک ادعای نادرست ایشون بود. ادعای نادرست دیگر ایشون این که معترضان رو اشرار ناباب خوندن، که حالا یه عده جوان هیجان زدن به ایشون پیوستن. تمام گزارش هایی که دیروز از شهرهای مختلف کشور تا زمانی که اینترنت رو قطع نکرده بودند به رسانه ها رسیده نشون میده که این یک ادعای دروغ هست و تلاش آیت الله خامنه ای برای اینکه معترضان رو مجموعه ای اشرار نشون بده کاملا تلاش سابقه داری است. ما در سایر دوره های اعتراضی هم دیدیم که ایشون با تعبیر یک عده یک جای گوشه و کنار، این کلمه گوشه و کنار رو ایشون بارها تا حالا تکرار کرده، یک عده یک جای گوشه و کنار یک چیزهایی گفتن، سعی در تخفیف و تحقیر اعتراضات داشتن. آقای اکبر، این فکر میکنید که اگر بخوایم مقایسه بکنیم با اعتراضات اخیر در منطقه، چه در لبنان چه در عراق، استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان، اصلاحات در عراق، اینا هیچ یک اعتراضات رو در این دو کشور آرام نکرد، فکر میکنید که آیت الله خامنه ای با این سخنرانی امروز موفق خواهد شد که اعتراضات رو آروم کنه؟ از قضا در پاسخ به پرسش شما، من اون سومین ادعای دروغ ایشون هم میتونم مطرح کنم. توی سوال قبل نگفتم طولانی نشه. ایشون حمایت از این اعتراضات، تشویق به این اعتراضات رو و تحریک این اعتراضات رو به خارج نسبت داد، همون کاری که در اعتراضات لبنان و عراق کرد، که اینم دروغه. تا قبل از ساعت 12 شبی که قیمت بنزین 3 برابر شد، هیچ یک از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، نه کاخ سفید، نه خانواده پهلوی که ایشون امروز ماجرا رو بهشون نسبت داد، نه سایر سازمان ها و گروه ها، هیچ کدوم نه پیش بینی کرده بودن این اتفاق رو و نه تشویق و تحریکی صورت گرفت. این ماجرا یک ماجرای خودجوش بود، عین اتفاقی که در لبنان و عراق افتاد. در لبنان و عراق هم به محض اینکه مردم اعتراض کردن به، حالا نقطه شروع کجا بود کاری ندارم که مفصل نشه، به محض اینکه اعتراض کردند و دیدند حکومت به اونها واکنش مثبتی نشون نمیده، همدلی نمیکنه با اونها، میخواد اونها رو نسبت بده به خارجی ها، خیابون وایسادن تا حقشون رو بگیرن. در وضعیت ما هم همینطوره. دفعه های قبل اگر آقای خامنه ای صدای مردم رو میشنید، حکومت صدای مردم رو میشنید، این انرژی متراکم جمع نمیشد که هر بار بزنه بیرون. ببینید، دفعه قبل سال 96 ما همین وضعیت رو تو 70 شهر ایران داشتیم، نسبت دادن مثلا به فلان کانال تلگرامی، حالا رفتن مسئول اون کانال هم گرفتن، اون کانال هم بسته شد، اعتراضات تموم شد. حالا الان اینترنت رو بستی، اعتراضات تموم میشه، مگه مردم بر اساس اینترنت میاد بیرون؟ مگه بر اساس دعوت فلان کانال و فلان جریان میان بیرون؟ چون این پیش فرض غلط رو حکومت داره، در لبنان و عراق هم همین رو میخواست ترویج بکنه، از این پیش فرض غلط به این نتیجه غلط میرسه.
آقای اکبر، این تصمیمی که گرفته شده تصمیم بسیار استراتژیکیه. در بسیاری از کشورها حتی تصمیمات بسیار کوچکتر از این با ماه‌ها رایزنی و تصمیم‌گیری و پیش‌بینی سناریوهای ممکن انجام میشه. قابل تصور نیست که چنین تصمیمی هم بدون آمادگی نیروهای امنیتی در ایران گرفته شده باشه. فکر می‌کنید که در صورت ادامه پیدا کردن با این گستردگی نیروهای امنیتی امکان کنترلش رو خواهند داشت؟ ببینید، دو تا مشکل وجود داره که این حکومت نمیتونه حل بکنه. یکی مسئله اقتصاده. به نظرم به ذهن خودشون هم رسیده بود که این شوکی که میخوان وارد بکنن ممکنه تبعاتی داشته باشه. اما احتمال میدم که در بعضی از نظرات کارشناسان هم خوندم که به دلیل بحران اقتصادی این تصمیم گرفته شد تا بخشی از نداشته های اقتصادی دولت جبران بشه، به خاطر این تصمیم و تبعاتی که این تصمیم داره، یعنی از سر استیصال این تصمیم رو گرفتن. خب ماجرا چون دقیقاً به سفره مردم مربوطه، دقیقاً به حوائج اولیه مردم مربوطه. تو پرانتز بگم شبی که این اتفاق افتاد شب جمعه بود و فرداش هم جمعه بود و تعطیل رسمی مناسبت میلاد پیامبر، بسیاری از جاها بسته بود. فروشگاه‌ها در همون روز بعضی از مراجعین که رفتن گفتن اجناس قیمتشون بالا رفته، یعنی حوائج اولیه مردم درگیر شده با این ماجرا. در نتیجه وقتی شما با این وضعیت طرفید، نه مسائل سیاسی است حمایت از یک جریان، نه مقوله آزادی هاست که شما بگید اولویت مردم الان نیست. مسئله دقیقاً آبروی مردم و سفره مردمه. این رو نمیتونن با برخورد امنیتی خاموش بکنن. این یک. دوم اینکه علاوه بر اقتصاد یک خشمی هم متراکم شده از گذشته وجود داره. ببینید، شما یک بار، دو بار، ده بار میتونید بگید کار استکبار جهانیه، کار دشمن خارجیه، کار فلان جریانه. بار یازدهم اگر قبلا مردم جمله های شما رو مسخره میکردن و با تعبیر دشمن جوک میساختن، بار یازدهم دیگه میان بیرون، دیگه میان تو روی شما وای میستن، دیگه احساس میکنن به شعورشون توهین شده. این کاریست که حکومت الان داره انجام میده و من گمان نمیکنم که حتی اگر بتونن با قطع اینترنت، با سرکوب و خدای نکرده با بالا رفتن آمار قربانیان، حتی اگر بتونن یه مدتی باز این رو مهار بکنن، در اولین فرصت دیگه دوباره میزنه بیرون. و من یادم از روزنامه از صباح عراق مدتی قبل از اعتراضات یک نظرسنجی علمی کرده بود، تو روزنامه هم منتشر کرده بود، که مردم کوچه خیابون میگفتن این وضعیت ادامه پیدا کنه ما میایم بیرون. خب حالا من نمیدونم همچین نظرسنجی هایی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران وجود داره و اگر وجود داشته چه تدبیری دربارش کردن، اما قطعا راهایی که الان پیش گرفتن حتی با مهار کوتاه مدت راه به جایی نمیره. متشکرم. محمد جواد اکبر این از پاریس فرانسه با ما. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش خبرهای اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین هستید. آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز در اولین واکنش اعلام کرده که از این تصمیم سران سه قوه در ایران حمایت میکنه و تایید کرده که عده‌ای کشته شدند. بنا به گزارش ها در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت امنیتی گزارش شده، متروی اصفهان تعطیل، مدارس اصفهان تعطیل، عده‌ای از بازاری‌ها در تهران مغازه‌هاشون رو بستن، گفتن که نگران مسائل امنیتی هستند. در یک خبر فوری نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه هم اعلام کرده که یکی از افسران این نیرو در شهر کرمانشاه در روز شنبه در درگیری با معترضان کشته شده. کشته‌های معترضان طبیعتاً بیشتر بوده، اما به دلیل اینکه دسترسی به اینترنت به شدت در ایران با محدودیت روبروست، امکان ارتباط برقرار کردن با ایران و گرفتن تصویر از اعتراضات بسیار مشکل شده. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رو با هم ببینیم، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد.
دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مصوبه سران کشور هست آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایت هم میکنم. فرنوش امیرشاهی همکارم در استودیو با ماست. فرنوش، تا دیروز عده‌ای از اصولگرایان منتقد جدی این تصمیم بودند، خواهان استعفای حسن روحانی بودند. امروز آیت الله خامنه ای اومده گفته که تایید کرده از این، حمایت کرده از این تصمیم. الان آیا فکر می‌کنی که این دوگانگی بین اصولگراها ادامه پیدا می‌کنه؟ دقیقاً همینه. تا دیروز حتی ما می‌تونستیم رو در رسانه‌ها و روزنامه‌های اصولگرایان هم ببینیم که به شدت منتقد بودند، دولت رو زیر سوال برده بودند، کلن مسئولیت رو به گردن دولت انداخته بودن که این اقدامی بوده که دولت روحانی کرده، دیر هم اقدام کرده با این که فرصت داشته ولی گذاشته تا آخر که دیگه هیچ چاره‌ای نداشته و هیچ راهکاری براش نمونده بود دست به این اقدام زده. حتی سه تن از مراجع تقلید اعتراض کردن و خواستن که نظرش رو عوض بکنه، به قیمت قبلیش برگرده. اما امروز که آیت الله خامنه ای اعلام کرده که از نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی حمایت میکنه و تایید کرده حرف اونها رو، هرچند که گفته در این حوزه ممکنه تخصص نداشته باشه و یا اینکه سررشته نداره، اما با این حال تایید میکنه. حالا امروز میبینیم که این جناح به نوعی یا سکوت کردن یا اینکه باید به هر حال نظرشون رو تغییر بدن. همون اتفاقی که در مجلس افتاد. مجلس تا دیروز نمایندگانش بسیار عصبانی بودن، مصاحبه‌های پرتدادی داشتیم، طرح‌ها و لوایح متعددی اومد برای اصلاح این نظر که برگردونن. اما بعد از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای و یک جلسه غیرعلنی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن حضور داشت و توضیحاتی داده بود که عمومی نشده، ما نمی‌دونیم که در جلسه غیرعلنی چه صحبت‌هایی شده، فقط در این حد بود که بعد از اون مصاحبه نمایندگان کاملاً تغییر داشت، به تغییر کرد با موضع‌گیری روز گذشته‌شون اعلام کردن به خاطر نظر و دستور آیت الله خامنه‌ای شون رو پس میگیرن و حتی کمک میکنن که این لایحه به سرانجام برسه. یعنی پذیرفتن به نوعی که یک نهاد فرادستی و فراقانونی مثل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم بگیره و مجلس رو دور بزنه. شاید به همین دلیل هم هست که شایعاتی مطرح شده، خبرگزار ایرنا خبر داده که ممکنه بعضی از نماینده ها بخوان استعفا کنن به خاطر اینکه معتقدن دیگه جایگاهی مجلس نداره، اون در واقع رأسیتی که باید داشته باشه دیگه اون جایگاه رو نداره و تصمیمات از مجاری دیگه ای گرفته میشه. این دوگانگی خیلی به چشم میاد. فکر میکنی سرکوب تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ خب در ایران نمیشه همه امور رو خیلی پیش بینی کرد، کما اینکه در دوره‌های مختلف هم اعتراض‌های ناگهانی انجام شده که ما نمیدونیم چطور ممکنه پیش بره. اما به هر حال جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تجربه اعتراض‌های متعددی داشته، در دهه‌های مختلف، دهه 70، دهه 80 و همین اتفاقا در سال‌های اخیر اعتراضات بسیار پرتعداد کارگری، معلمان که حتی سال 96، اعتراضات دیماه 96 که اتفاقا موضوعیت همه اونها هم اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی تونسته که با دستگاه سرکوبی که داره و اون هماهنگی که در دستگاه سرکوب دارن و لایه‌هایی که این دستگاه در ایران داره بتونن اعتراض‌ها رو جمع‌آوری بکنن، جمع بکنن. همین امروز هم ما می‌بینیم که گزارش‌هایی که از ایران به ما میرسه، مخاطبان بی بی سی
سیاسی میفرستن میگن که فضا در شهرهای مختلف بسیار امنیتیه. بیانیه هایی که وزارت اطلاعات، رئیس دستگاه قضایی منتشر کرده، هشداری که آیت الله خامنه ای داده مبنی بر اینکه باید ناامنی ها جمع بشه و اینها به نفع به گفته او کشور نیست، همه اینا نشون میده که تصمیم بر این هست که این فضا هرچه سریعتر جمع بشه. دیروز هم که این اعتراض ها به اوج رسید، شروع شد، ما یک واکنش خیلی سریع رو دیدیم. در دیماه 96 دست کم چند روزی مماشات شد و بعد از اون بود که وارد عمل شدن، اما در این سری ما دیدیم که از همون روز اول اقدام شد و تلاش شده که این اعتراض ها رو جمع بکنن. متشکرم فرنوش امیرشاهی همکارم که در ادامه روز بیشتر باهات گفتگو خواهیم کرد. صداهایی به دست ما رسیده از بعضی از مخاطبان ما در تهران که با هم بشنویم. سلام. در 25 آبان 98 اتوبان باقری ضلع شمال به جنوب و جنوب به شمال تقاطع فرجام 196 و رسالت توی چند تا نقطه مشخص اتوبان بند اومده بود، مردم ماشیناشون رو خاموش کرده بودن و توی چند تا نقطه هم مردم سد معبر کرده بودن، سد زباله و لاستیک و از گاردریل استفاده کردن برای جلوگیری حضور ماموران. حدود ساعت 6:30 نیروگان ویژه هجوم آورد به سمت مردم، به خاطر اینکه سیل مردم زیاد بود نتونستن کاری رو پیش ببرن و در ساعت 11 شب نیروهای بسیجی و لباس شخصی توی منطقه حاضر شدن که با زدن حداقل 50 تا گاز اشکاور و با باتوم و سپر به سمت مردم هجوم آوردن و مردم متفرق کردن و اتوبان رو باز کردن. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم، و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و در تمامی تقاطع حضور دارن. از دیروز بعد از ظهر اینترنت به صورت کلی قطع شده، چه اینترنت های خانگی چه اینترنت های همراه، و ما به هیچ سایتی به هیچ اپلیکیشن دسترسی نداریم، نمیتونیم از اپلیکیشن سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم. فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن و بقیه سایت ها و اپلیکیشن ها قابل استفاده نیستن. هیچ کدوم از وی پی ان ها و فیلتر شکن هامون کار نمی کنه. فقط و فقط میتونیم از پروکسی، اونم به صورت خیلی محدود، استفاده کنیم و تلگرام رو در بعضی مواقع باز کنیم و برای تلفن هام لیمیتد قرار دادن، بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه وقتی صحبت میکنید تلفن شما ناخودآگاه قطع میشه. اسارت بعضی از بینندگان بی بی سی فارسی بود. در استودیو همکارم رجا اسدی به ما پیوسته. رجا، تلاش های فراوانی داریم میکنیم علارغم محدودیت هایی که برای کاربران اینترنت در ایران ایجاد شده که تماس بگیریم با شهرهای مختلف، موفق شدی یا نه؟ خیلی به سختی داریم تماس میگیریم. میتونیم تماس تلفنی خیلی به صورت محدود امکان پذیره، اما مثل 2 روز گذشته نیست که ما خیلی مقدار زیادی تصویر و صدا میگرفتیم. اما امروز صبح همطور که الان داشتیم میشنیدیم به صورت محدود صداهایی میاد که وضعیت رو توصیف میکنه. هنوزم تصویر میاد اما خیلی به ندرت، که دلیلش هم میدونیم از در بخشای قبلی خبر که گفتیم اینترنت محدود شده، در خیلی جاها قطع و مردم بیشتر طریق تلگرام در جاهای محدودی میتونن با ما تماس بگیرن. اما همچنان امکانش وجود داره، خیلی جزئی در خیلی نقاط محدود که میتونیم باهاشون تماس بگیریم. ولی چیزی که جالبه اینه که فرضاً حساب کاربری آیت الله خامنه ای در توییتر کار میکنه و توییت میکنه، اگر که این محدودیت هست پس چطور اونا دارن مطرح میشن؟ این سوالیه که خیلی از کاربران دارن مطرح میکنن. اینترنت در سراسر ایران مخدوش شده، اما میبینیم که سران حکومت میتونن به اینترنت دسترسی پیدا کنن. نمونهش همونطور که گفتی، آیت
آیت الله خامنه‌ای که همین صحبت‌هاش رو امروز توییت هم کرد که من حمایت می‌کنم از افزایش قیمت بنزین و همین بهانه‌ای شده که خیلی از کاربران خواهان این شدن که توییتر توییت آیت الله خامنه‌ای رو ببنده و از یک هشتگی دارن استفاده می‌کنن و همینطور داره دست به دست میشه و تقاضاشون اینه که اگر برای مردم ایران امکان دسترسی آزاد به اینترنت وجود نداره، پس توییتر وظیفه‌اش اینه که بیاد و توییت آیت الله خامنه‌ای و بقیه افراد حکومت و سران حکومت رو ببنده. اقدام مشابهی زمانی که سپاه پاسداران ایران هم تحریم شد از جانب آمریکا اتفاق افتاد که یه سری از فرمانده‌های سپاه رو بست اینستاگرام حسابشون. آره، البته اون به این دلیل نبود، که چرا اینترنت برای مردم ایران در آزاد نیست، فیلتر شده توییتر و فیسبوک. دلیل اون دلیل دیگه‌ای بود، دلیل تحریم‌ها بود. و نکته دیگه‌ای هم البته الان در حال انجام در شبکه‌های مجازی، خیلی از کاربران از مسئولان از دولت مردان آمریکا میخوان که اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار بده. به ویژه اینکه امروز میدونیم سفیر آمریکا در آلمان یک توییتی کرد و گفت آمریکا توانایی فنیشو داره که برای مردم ایران اینترنت فراهم کنه و این هم الان یک بحثی که داره همطور گسترده تر میشه و خیلی از کاربران خواهان این هستن که آمریکا بتونه از طریق ماهواره به مردم ایران اینترنت بده. البته جالبه که سفیر آمریکا در آلمان چنین حرفی زده. ما پیشتر با علی نیکویی کارشناس اینترنت صحبت می‌کردیم، میگفتش که اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره از لحاظ فنی، امکان اینکه واقعا بشه دسترسی اینترنت در ایران رو فراهم کرد از جانب کشورهای دیگه خیلی شدنی نیست، اما خب طبیعیه که چنین خواسته‌ای مطرح بشه. میدونم که تصویر از ایران نمیاد، اما آیا خبرهایی که در توییتر منتشر میشه میتونی یک تصویر کلی بده از سایر شهرها در ایران؟ چون صدایی که میشنویم بیشتر از تهران الان. در سایر شهرها میتونیم که جو امنیتی به شدت حکم فرما، صداهایی که میاد این حرفا رو میزنه و کاربرانی که به هر حال فامیلی دارن در ایران، خودشون خارج از ایران هستن، از فامیلشون، از خویشاوندانشون خبر دارن میگیرن، میگن جو بسیار امنیتیه و خیلی جاها هنوز تک و توک مردم بیرون میان و بیشتر تصاویری که گرفته میشه امروز، تک و توکی به دست ما رسیده، از میزان خسارت ها رو نشون میده. داشتیم در تصاویری که بعضی از این خسارت ها به دست ماموران امنیتی داشته انجام میشده شب گذشته و حالا تصاویر این خسارت ها داره میاد. البته خیلی ها در نقشه گوگل هم الان یه تصویریه که دارن دست به دست میکنن، میتونیم که این قابلیت رو داره در نقشه گوگل که میتونیم وضعیت ترافیکی شهرهای مختلف رو چک بکنیم. مثلا اگر تهران رو جستجو بکنید در نقشه گوگل میبینید بخش ترافیکش خیلی از خیابان های اصلی دسترسی بهشون محدوده و بسته شده. این یه تصویریه که شاید حالا دقیق نباشه، ولی میدونیم که در حال حاضر در همین لحظه خیلی از خیابان‌های اصلی در شهر تهران بسته شده. متشکرم رجا اسدی همکارم که در استودیو به ما پیوستی. امیدوارم که در ادامه این روز بیشتر بتونیم باهات صحبت بکنیم و بیشتر خبر بگیریم از آنچه که در ایران میگذره. ممنون از تو. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین در این کشور هستید. جمعه شب به دستور شورای سران سه قوه قیمت بنزین آزاد تقریبا سه برابر شد، به 3000 تومان رسید و در پی اعتراضات گسترده به این تصمیم به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این، گزارش هایی که از شهرهای گوناگون ایران منتشر شده خبر از جو امنیتی در بسیاری از این شهرها میده. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. در پی این گفته های آیت الله خامنه ای، تلاش نمایندگان مجلس برای کاهش دوباره بنزین بی نتیجه موند و اونها این طرح را از مجلس پس گرفتند. بشنویم بخش های از صحبت های آیت الله خامنه ای را. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد. از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم،
یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. اولین واکنش آیت الله خامنه ای بود به اعتراضات گسترده در ایران به تصمیم برای افزایش قیمت بنزین. پس از اعلام موضع آیت الله خامنه ای، آن دسته از نمایندگان مجلس از جمله فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح طلبان که طرحی برای کاهش دوباره قیمت بنزین داشتند، این طرح رو پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حواشی امروز در جلسه مجلس برقرار بوده، از جمله اینکه بحث این هستش که محمود صادقی به همراه عده دیگر از نمایندگان مجلس در حال بررسی استعفای احتمالی در عصر امروز هستند. به محض اینکه ما بتونیم مستقلا این خبر رو تایید بکنیم به اطلاع شما میرسونم، اما تا این لحظه این خبرگزاری ایلناست که این گزارش رو منتشر کرده. و اما علی مأموری، استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی استرالیا، از همین شهر با ماست. آقای مأموری، صحبت آیت الله خامنه ای رو شنیدید، به نوعی حمایت از تصمیم سران سه قوه در ایران، آیا فکر میکنید که این موضع‌گیری، این دو دستگی رو که بین اصولگرایان در دیروز وجود داشت که خواهان استعفای حسن روحانی بودند، به پایان میبخشه؟ به نظر میرسه این اتفاق رو خواهد داد، در واقع به جهت اینکه نقطه در واقع شکننده فشارها علیه آقای روحانی مسئله گرون شدن بنزین بود، و اگر این بهانه از دست اصلاح طلب و از دست اصولگرایان گرفته بشه، عملا در نقطه کنونی به ویژه بعد از حمایت مستقیم رهبر انقلاب از این مسئله، امکان چنین چیزی برایشون محقق نخواهد شد. آقای مأموری، نظرتون راجع به اعتراضاتی که عده‌ای از روحانیون و مراجع تقلید کردن به این تصمیم چیه؟ فرضاً آیت الله صافی گلپایگانی، بسیاری دیروز منتقد بودند، میگفتن چنین تصمیم فشار به طبقه متوسط و کارگر در ایران. فکر میکنید که آیا اونها ممکنه به اعتراضاتشون ادامه بدن، یا اینکه بعد از این واکنش آیت الله خامنه ای اونها هم مثل مجلس سکوت خواهند کرد؟ اینو باید با توجه به شرایطی که روحانیان قم دارن در زندگی میکنن در نظر گرفت. اونا تحت فشار اجتماعی بسیار شدیدی هستن، به جهت اینکه بازخورد اتفاقاتی که در دولت داره رخ میده، به نوعی در واقع برگردن اونها هم داره انداخته میشه و مردم از چشم اونها میبینن. از این جهت یک حکومت دینی سر کار هست، بنابراین هر روحانی به ویژه روحانی بلندپایه از منظر عموم مردم به نوعی مسئول این ماجرا هستش. از این جهت اونها به شدت نگران هستند که فشارهای اقتصادی از این دست موجب کاهش بیشتر نفوذ اجتماعی و اعتبار اجتماعی اونها در جامعه ایران خواهد شد، و این پیامدهای بسیار بدی برای کلیت حوزه و برای شخص در واقع روحانیان بلندپایه موجود در نظام داره. از این جهت به نظر میرسه همچنان فشار خودشون روحانیان بلندپایه برای کاهش فشار معیشتی و برای ایجاد یک شرایط بهتر ادامه خواهند. این اعتراضات به نوعی شاید بشه گفت همین الان هم نمود پیدا کرده. خبرگزاری قم نیوز تایید کرده که بعضی از حوزه های علمیه در قم مورد حمله معترضان قرار گرفتند. بله، در واقع گزارش متعددی هم در قم هم در شهرهای دیگر وجود داره که راهپیمایی ها به مرحله بالاتر از صرف اعتراض داره میرسه و داره از حمله و چیزی شبیه در واقع آشوب در موارد داره کشته میشه. باید ببینیم که در واقع نظام در چه اندازه تمایل داره از خشونت برای سرکوب کردن این اعتراضات استفاده بکنه. به نظر میرسه که تا یک مدتی با تسامح به اونا برخورد بشه همانند موارد قبلی، و به یک نقطه شکننده‌ای که برسه با فشار بسیار سختی در واقع اونها رو قلقم بکنن و از گسترش بیشتر اون پرهیز بشه، به جهت اینکه گسترش این اعتراضات به هر حال در شرایط بسیار سخت فعلی که از لحاظ اقتصادی نظام تحت فشاره،
از لحاظ سیاسی در منطقه تحت فشار در لبنان و عراق به طور خاص. در چنین شرایط بسیار دشواری به هیچ وجه زمینه مناسبی برای یک اعتراض فراگیر داخلی وجود نداره. اگر این اعتراضات به حد یک اعتراض فراگیر برسه، قطعا با برخورد جدی امنیتی با اون بایستی در واقع منتظر چنین برخوردی باشیم. آقای معمولی، برخلاف شما عده دیگر از تحلیلگران معتقدند که تسامح آنچنانی حاکمیت نشون نداده و از همون ساعات اولیه به شدت و حدت سرکوب کرده این اعتراضات رو. شما فکر میکنید که از این هم جلوتر خواهد رفت حاکمیت؟ خب منظور بنده از تسامح نسبی است در واقع در مقایسه با موارد قبلی که رخ داده. الان نوع شرایط مانند مثلا پایان دوره جنبش سبز نیست. هنوز اون میزان دستگیری های بسیار گسترده، میزان استفاده از سلاح گرم، قطع کامل اینترنت، اینها رو هنوز در کشور شاهد نیستیم. از این جهت به نظرم در واقع نوعی تسامح داره نشون میده، با این امید که از طریق تبلیغات یا از طریقهای دیگر بتونن راهپیمایی ها رو مهار بکنن و کنترل بکنن. اما اگر در حدی برسه که بخواد شکننده باشه برای نظام، قطعا برخورد جدی و سخت از نوعی که در پایان جنبش سبز صورت گرفت صورت خواهد شد، از نوع قطع کامل اینترنت، دستگیری های بسیار گسترده و حتی احتمال استفاده از سلاح گرم برای سرکوب کردن این اعتراضات. آقای معمولی لطفا با ما بمونید. مهسا علی مردانی، پژوهشگر اینترنت و عضو سازمان آرتیکل 19 که از وضعیت اینترنت در ایران گزارش میده، از لندن به ما پیوسته. خانم علی مردانی، الان وضعیت چطوری؟ مشخص هست که چه درصدی در داخل ایران دسترسی دارن به اینترنت؟ از این که داریم میبینیم از داده‌های اینترنت در ایران میبینیم که 97%، یعنی تقریبا 93% تا 97% اینترنت بسته است. یه خیلی چیز مقدار کوچیک دارن دسترسی به اینترنت میدن، اونام که معلومه از طریق دولت یا دانشگاه و چیزایی که یعنی دولت میخواد وصف بشن به اینترنت بین المللی. یعنی از نظر اینترنت داخلی، اینترنت ملی، هنوز همه چی وصل و داره انجام میشه. میبینیم که بانک ها و چیزای اینطوری هنوز به راه هستن راحت، ولی همون اینترنت بین المللی چیز قطع شده به طور یعنی کلی. تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه این وضعیت؟ ببینین، من نمیتونم جواب این سوالو بدم. فکر کنم یعنی از موقعی که تظاهرات تو خیابونای ایران باشه و شلوغی یعنی وجود داشته باشه تو ایران، فکر کنم اینترنت بسته بشه. یعنی از این که داریم میبینیم درگاه ترافیک بین الملل و قطع کردن و این یعنی در 10 سال اخیر برای همچین روز مبادا دولت چیز کرده دیگه، یعنی پلان برنامه ریزی کرده ببخشید که همچین کاری بکنن. و ما داریم میبینیم از یعنی از سال 88 این برنامه ریزی ها شروع شده بود، 2 سال پیش هم که تظاهرات انجام شده بود به این سرعت دولت جواب نداده بود. یعنی 3-4 روز طول کشید که دیدیم تظاهرات تو خیابونا بود تا اینترنت کشور رو قطع کردن، ولی الان داریم میبینیم از روز اول شروع کردن بستن اینترنت و بعد از 24 ساعت یعنی تقریبا همه کشور چیز شده، رفته قطع شده اینترنت بیشتر همه کشور بعد از 24 ساعت. و فکر کنم اگه دوباره تظاهرات مثلا کوتاه بیاد یا تموم شه برای این مدت و دوباره شروع شه، فکر کنم ببینیم بعد از چند ساعت اینترنت رو میبندن دوباره. نمونه های مشابهش در کشورهای دیگه بوده، از جمله اعتراضات عراق چند هفته پیش که گزارش میشد که اینترنت رو قطع کردن، همچنین در لبنان. نمونه های مشابه دیگه چه کار کردن؟ آیا هیچ راهی برای خروج از این دیواری که دور تا دور ایران به نوعی کشیده شده وجود داره؟ فکر کنم مثلا نمونه چین بهترین نمونه است و فرق فکر کنم چین با ایران اینه که
یعنی اینترنت ملی چین خیلی پیشرفته تره از این که چیز رسانه و شبکه های اینترنتی ملی مردم چین واقعا استفاده میکنن. میبینیم که شبکه هایی مثل مثلا سروش که ایران درست کرده و خیلی تشویق میکرد که مردم استفاده کنن، با ایرانی حرف بزنی نمیبینین زیاد کاربردی داشته باشن، کسی زیاد استفاده نمیکنه چون زیاد کسی اطمینانی ندارن به این شبکه ها. از این لحاظ میبینیم که خیلی فرق داره با نمونه‌های دیگه و داریم میبینیم روسیه دوست داره میاد طرف همین کار که اینترنت ملی داشته باشن، ولی هنوز نرسیدن، یعنی تازه چیز کردن، لاشو درگذار کردن تو دولتشون و داریم میبینیم که این خیلی، یعنی ایران خیلی پیشرفته کرده از این لحاظ که همه کشور رو تونسته اینطوری ببنده با این سرعت، و ولی از یه لحاظ دیگه اونطوری پیشرفته نشده که شبکه‌های ملی مردم بخوان استفاده کنن. داریم میبینیم مردم دارن از تلفن معمولی و اسمس و از این چیزا بیشتر استفاده میکنن. بله خانم علی مردانی با ما بمانید. علی معموری استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی استرالیا با ماست. آقای معموری، روز گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس ایران اعلام تعجب کردند از تصمیم بنزینی سران سه قوه و میدونیم که در جلسه امروز مجلس که جلسه بسیار پرحاشیه‌ای بوده، تلاش‌های حتی برای استیضاح رئیس مجلس بوده که به نتیجه نرسیده. با توجه به اختلاف و در واقع اعتراضی که بسیاری از نمایندگان داشتند، شما فکر میکنید که نمایندگان دوباره مثل گذشته به کارشون ادامه خواهند داد؟ آیت‌الله خامنه‌ای حمایت مستقیم و صریح و واضحی رو از این اقدام اخیر دولت در واقع از خودششون نمیداد. بعد از مواضع اخیر آیت الله خامنه ای بسیار دشواره که بتونن نمایندگان مجلس یا هر جناح دیگری در دولت بخواد به شکل صریح این موضع رو نقد بکنه و یا چه برسه به اینکه دست به اقدامی بزنه برای نقض اون یا برای از بین بردن اون یا برای برگردوندن اون. به نظر میرسه نظام در شرایط اقتصادی بسیار دشواری قرار گرفته. در گذشته ما به هیچ وجه شاهد نبودیم آیت الله خامنه‌ای در چنین موضوعاتی مثل گرون کردن بنزین اظهار نظر مستقیم بکنه و از اعتبار خودش استفاده بکنه. این موارد رو معمولا به گردن دولت میانداخت و خودشون در یک ساحت دیگری قرار میگرفتن. الان به نظر میرسه که فشار بسیار زیاده، در حدی شده که کلیت نظام به این نتیجه رسیده که بایستی از چنین اقدامی حمایت جدی بکنه. آقای معموری، چقدر ممکنه که در واقع این سرکوب و این برخورد خشنی که با این اعتراضات شده منجر به فروکش کردن اعتراض باشه؟ نمونه های مشابه فرضاً در عراق و لبنان علارغم عقب نشینی حکومت ها در اون کشورها منجر به آرام شدن اعتراضات نشد؟ خب شرایط امنیتی ایران با عراق و لبنان بسیار متفاوته. ایران سازمان امنیتی یا سازمان‌های امنیتی بسیار قوی و نیرومندی داره که کنترل بسیار گسترده‌ای بر ابعاد مختلف جامعه داره، چه در بخش فناوری، چه در بخش اطلاع رسانی، چه در بخش شناسایی افراد و شیوه همکاری و هماهنگی اونها و پیگیری اونها و بقیه موارد. این وضعیت در عراق و لبنان وجود نداره. عراق و لبنان همچنان وضعیت امنیتی نسبتاً متزلزل‌تری داره. افزون بر اینکه در نمونه‌ای مثل عراق ما آیت الله سیستانی رو داریم که حمایت جدی ایشون از راهنمای کننده ها موجب شد که دولت نتونه با اونها یک برخورد جدی خشن رو به نحوی که بتونه اونها رو از بین ببره رو انجام بده. در ایران بعید به نظر میرسه هیچ مرجع تقلیدی بتونه نقش آیت الله سیستانی رو در مقام منتقد دولت ایفا بکنه یا بازی بکنه و شرایط امنیتی هم بسیار قوی و سخت هستش. به نظر میرسه که دولت بتونه این اعتراضات رو در یک مدت زمانی سرکوب بکنه، اما این شرایط نشون میده که هر یک دو سال ما شاهد اعتراضاتی از این دست هستیم. به نظر میرسه در واقع به تدریج
نوعی از نارضایتی عمومی درون ساختارهای مختلف و بافتهای مختلف جامعه در حال شکل‌گیری و گسترشی که عواقبش در آینده نچندان دور بسیار وخیم خواهد بود برای نظام. متشکرم علی مأموری، استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی استرالیا با ما. اما یک شاهد عینی پیمان از تهران به ما پیوسته. آقای پیمان، مشاهدات امروز شما چه بوده؟ سلام، خسته نباشیم. ببینید، جنس این اعتراضات که دیشب و تا اوایل صبح امروز هم ادامه داشت با اعتراضات گذشته فرق داشت، بخاطر اینکه اعتراضات گذشته بیشتر رنگ و بوی حزبی و جناحی و چپ و راست داشت، یا یه حق‌خواهی سیاسی شاید توش بود، یا حالا هر سری برای یه سری مسائلی که ادعی به دنبالش بودن. اما این اعتراضات گذشته به دنبال مشکلات اقتصادی و فشاری که روی آهاد مردم بوده باعث شد که مردم، واقعا همه مردم از هر قشری، چه کاسب، چه راننده، چه هر چه کسی که به دنبال مسائل اقتصادی خودش یا آینده پیش روی خودش نگرانی یا مثلا امید واهی، چیزی که برای خودش ایجاد کرده بود داشت، باعث شد که به بیرون بریزه و حق خودش رو بخواد طلب کنه. اما مدل سرکوب کردنی که توی این سیستم من خودم شخصا شاهد بودم، منو نگران کرد مقداری، به خاطر اینکه هر سیستمی، هر حکومتی دارای نواقصیه و مردم میان به صورت حالا اعتراض خودشونو به نحوی بیان میکنن، ولی این که انقدر خفقان به سرعت ایجاد بشه و من خودم چون ساکن منطقه شهر تهران هستم و تهران پارس، چیزی که من دیدم، خب علت خشونت کشیده شدن این اتفاقات خود مامورین امنیتی و خود گاردی که در صحنه حاضر بودن بودش. اون رعب و وحشت و اون چیزی که ایجاد میکنه باعث فشارهای روانی روی ذهن اون افراد معترض میشه که باعث میشه که به هر حال یه تقابل مقابل هم ایجاد بشه. و من خودم چیزی که برام خیلی جالب بود اینه که در چهارراه آیت پایین‌تر از هفت میدیدم که افرادی که خودشون مشخص بودن، افرادی هستند که حالا در گذشته به گروه فشار معروف بودن یا الان به لباس شخصی ها، با پتک و با باتوم و با چیزهای دیگه میزدن شیشه مغازه ها رو میشکوندن، شیشه ماشین ها رو میشکوندن، که فردا صبحش که امروز صبح باشه حضرت آقا بیان بگن که اینها کار اشرار بوده یا کار اراذل اوباش بوده. من سوالم اینجا، آیا ما 80 میلیون اراذل اوباش داریم؟ شما رهبر 80 میلیون اراذل اوباش هستین؟ اگر این سبک تفکر نسبت به اعتراضات مردم این گونه هستش، یه عوام فعیلی و یه پوپولیستی به نظر من صورت میگیره. اما اینکه جنس این اعتراضات هست، من بازم دارم میگم این اعتراضات اعتراض مردم دمپایی پوش، مردم مشکلدار یا مردمی که خواهان آزادی یا چیزی دیگه بودن نبود. این یه اعتراض کلیه که مردم نسبت آیندهشون مشکل دارن، چون شما فقط رقم 3000 تومان بنزین رو نبینید، حالا این ماه نه، از ماه بعد قشنگ تاثیرش رو سر سفره مردم نشون خواهد داد و مردم نگرانن. من اونایی که میخوام زندگی خودم رو تشکیل بدم یا هر چیز دیگه، از این یه باب نگرانی برای من ایجاد خواهد شد که آیا من ماه دیگه میتونم این جنسی که الان میخریدم آتومن اون موقع بخرم، نخرم، اصلا ازدواج بکنم، نکنم، زندگی رو چجوری تشکیل بدم، بچه‌ام چی میشه و هزار یک مسئله دیگه. این ناامیدی ها و این ناراحتی باید میشه که من بخوام اعتراض کنم. حق منه به عنوان یک شهروند که اعتراض کنم. بله آقای پیمان، با توجه به برخوردهای خشنی که بهش اشاره کردید، فضای امروز چطوره؟ آیا چون محله شما تهران پارس جزو محله هایی بود که دیروز خیلی شلوغ بود، آیا امروز آروم شده؟ امروز صبح من چرخشی تو محل داشتم، دیدم که اتوبان باقری، خب خیلی ناراحت شدم برای خودم و برای مملکتم که احساس کردم محلم مریضه، اصلا یه جوری شده بود، یه فضای غم‌انگیزی توی فضا حاکم بود، فوق‌العاده امنیتی سر تمام تقاطع‌های اصلی، گروهی از افرادی که حالا نمیدونم بهشون چی میگن، ضد شورش میگن، نمیدونم چی میگن به اینا، خیلی فراوان بود، فضا امنیتی بود، ولی خب تحرک مردم معترض کمتر شدش و یه مقدار فضا از نظر اعتراضی پایین‌تر بود. اما میگن در پایین شهر تهران یا اطراف شوش بازار اونورا هنوز اون حالت اعتراض و تجمع مردم بوده، ولی خب سمت شرق تهران خب معمولا ورود نمی کنه به اینجور مسجد، چون یه محلیه که در هر حال محل خوابگاه نشین و یه محلیه که اصلا جدای از اختلافات سیاسیه، چون همه اکثرا کاسه بنا خونه شون رو
ولی خب میگم اینجوری توی نطفه خفه میکنن با این شدت و با این خفقان با این حالت. من اصلا احساس کردم که امروز داشتم توی محلم میچرخیدم گروگانم، احساس میکنم که من وارد یک محله شدم که مثلا کشوری اومده کشور منو گرفته یا محله منو گرفته و اینقدر فضای سنگین امنیتی. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ از چی میترسین شما؟ چه اتفاقی قرار بیفته که اینقدر فضای امنیتی میکنین سریع؟ و میگم حق اعتراض حق هر شهروندیه، ولی اینگونه به چالش کشیدن اینگونه فضای امنیتی کردن، این هستش که من فکر نمیکنم در طول تاریخ در هیچ برهه از زمان هیچ حکومت و سیستمی اینگونه مثل این حضرات آقایون رفتار کرده باشن با معترضین. متشکرم. صدای پیمان رو میشنیدید، یکی از ساکنان شرق تهران و شاهد حوادث چند روز گذشته. ممنون از شما. رجا اسدی همکارم اینجاست تا بهمون بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه خبره. رجا، پیمان هم اشاره کرد به اعتراضاتی در مناطق اطراف بازار تهران، مثل اینکه بحث این بوده که یه سری از مغازه اصلا امروز باز نکرده. درسته، همطور که پیمان هم که گفت در اطراف بازار جایی که ما ازش تصویر به دستم رسیده، گفتم که در بخش قبلی خبری که خیلی به ندرت از امروز صبح تصویر داره به دستم میرسه، ولی امروز تصاویر خوبی به دستمون رسیده که نشون میده که مغازه ها اکثرا تعطیل در بازار و مردم تجمع کردن، رفت و آمد دارن، میرن و میان و مغازه ها همه کرکره ها پایینه. این چیزی که ما میتونیم تایید بکنیم. و بعضی هم توییت کردن، یک نفر توییت کرده که با یکی از بستگان صحبت میکرده و گفته که در جنوب تهران اطراف بازار خیلی تجمع زیادتر شده، با اینکه در بیشتر نقاط شهر جو امنیتی حکم فرماست و نیروهای امنیتی در همه تقاطع وجود دارن، اما بازار جاییه که ما میدونیم که همچنان تجمع درش صورت گرفته و بازاریا اعتصاب کردن. اما کار دیگه ای که ما تونستیم بکنیم این که از طریق نقشه گوگل یک نگاهی بندازیم به بعضی از شهرها. مثلا در تهران اگر بخش گزینه ترافیک رو انتخاب کنیم در نقشه گوگل، میبینیم که نشون میده خیلی از خیابان‌های اصلی بسته شده و فکر میکنیم این هم مرتبط به جو امنیتی که وجود داره در تهران. در شهرهای دیگه هم مثل اینکه تجمعاتی برگزار شده؟ گهگدار میبینیم، بله، در شبکه‌های مجازی میبینیم فیلم‌هایی وجود داره، ولی این نکته رو بگم که خیلی سخته الان در این مقطع زمانی که ما بفهمیم این فیلم‌ها مربوط به دو روز گذشته است یا مربوط به امروزه، بنابراین ما نمیتونیم دقیقاً اینها رو تایید بکنیم. اما اونطور که خبرها به دستمون میرسه در شبکه‌های مجازی، مثلا در تبریز تصاویری اومده که نشون میده در دانشگاه خیلی ها تجمع کردن دانشجوها و همچنان اعتراض‌ها ادامه داره، یا در بعضی شهرهای دیگه. و میدونیم که دسترسی به اینترنت همچنان محدوده و اینترنت داخلی بعضی ها میتونن به اینترنت داخلی متصل بشن و کارهای مثلا برای انجام کارهای اداری، اما به دامنه‌های خارج از ایران نمیتونن همچنان متصل بشن و خیلی از اپلیکیشن های ارتباطی قطع شده و تنها خیلی به صورت محدود میتونن از طریق تلگرام با ما تماس بگیرن. و نکته دیگه ای که وجود داره، کاربرانی که الان فعال هستن در شبکه های مجازی خیلی نگرانن از وضعیت خانواده هاشون. خیلی ها میگن به خاطر همین قطعی اینترنت، قطعی تلفن، نمیتونیم ببینیم خانواده هامون در چه وضعیتی هستن. مثلا یک نفر تلفن هم قطع رو جان در بعضی جاها در بعضی جاها تلفن هم قطع، من اینطور که کاربران گزارش دادن. و مثلا یک نفر توییت کرده و یک خبرنگار خارج از ایران که من نمیدونم وقتی که اینترنت وصل بشه باید خبر دستگیری چه تعداد از همکاران ما در داخل ایران گزارش بدم. و این نگرانی در خارج از ایران در بین کاربران و کسانی که خویشاوندی در ایران دارن خیلی موج میزنه و میشه دید. مهسا علی مردانی، پژوهشگر اینترنت و عضو سازمان آرتیکل 19 کماکان با ماست. خانم علی مردانی، سفیر آمریکا در آلمان گفته که امکان فنی در ایجاد دسترسی مردم در ایران به اینترنت وجود داره، از کشورهای غربی خواهش کرده که امکان این رو فراهم بکنند. آیا چنین موضوعی شدنی از دید شما؟ من تازه راجع به این خبر شنیدم و نمیدونم دقیقا از لحاظ فنی آمریکا چجوری میخواد این کار کنه. از لحاظ یعنی تولزای مختلف که ایرانی ها میتونن استفاده کنن خیلی هستش، مثلا از تور و اوربات خیلی ایرانی ها میتونن استفاده کنن اگه بتونن بس بکنن و افزار پیدا کنن. ببخشید، وقتی که اینترنت قطع میشه به تور وصل شد فرضاً؟
یعنی موضوع اینجا اینه که چیز کانکشن های بین المللی قطع شده، یه خورده سخت‌تر اینجا، و ولی از این که داریم میبینیم بعضی ایرانی ها دارن یعنی موقعیت های پیدا میکنن که اینترنت داره باز میشه. فکر کنم امکانش هستش. یعنی این رایی که آمریکا داره پیشنهاد میکنه، من خودم نمیتونم زیاد یعنی زیاد اطلاعات ندارم که چی کار میخوان کنن، ولی از این که میدونم زیر ساخت اینترنت دست خود دولت ایرانه و دولت‌های دیگه نمیتونن زیاد کاری کنن که اینترنت یه راوت جدید مثلا درست کنن در ایران. کشورهای همسایه ایران چطور؟ فرضاً یک بحثی رو من دیدم که میگفتن که در مناطق مرزی و فرضاً نزدیک کردستان عراق باز یه ذره امکان دسترسی وجود داره. آیا کشورهای همسایه ایران هم نمیتونن کاری بکنن؟ از این که من از زیرساخت مثلا کشور مثل عراق میشناسم، اونا زیرساختشون یعنی با دولت ایران داره کار میکنه، سو از اون لحاظ فکر نکنم زیاد بتونن کمک کنن. فکر کنم امکانش هستش از کشورهای مثل ترکیه، ولی فکر کنم مثلا حدی که بتونن در ایران بتونن کاوریج پیدا کنن زیاد نباشه مثلا. متشکرم خانم علی مردانی، مسئله مردانی، پژوهشگر اینترنت و عضو سازمان آرتیکل 19 با ما. رجا، مخاطبهای ما اگر که بخوان با ما تماس بگیرن با توجه به محدودیت اینترنت چطور میتونن الان با ما تماس بگیرن؟ میتونن با واتساپ ما تماس بگیرن، میتونن آخه واتساپ که اینترنت میخواد، اگر میتونن تلفن بکنن، باید ما تلفن بزنن. حالا شماره های مرتبط با برنامه ها رو در ادامه برنامه در اختیارشون قرار خواهیم داد. میتونن اگر دسترسی به تلگرام دارن همچنان، میدونیم که همونطور که مهمان برنامه هم گفتن در بعضی جاها به صورت محدود میتونه از طریق تلگرام با ما تماس بگیرد، ولی راحت ترینش اینه که از طریق تلفن با ما تماس بگیرن یا ایمیل بزنن. به هر حال همه چی یه جوری به اینترنت ختم میشه، ولی راهی که خیلی پیش راه هم جلوی راه جلوی همه میتونه قرار بگیره اینه که با تلفن با ما تماس بگیره اگر اینترنتشون قطع است. طبیعتا همونطور که گفتی اگر که اینترنتشون تلفنشون هم قطع نباشه، چون در بعضی مناطق دسترسی تلفن هم با محدودیت مشکله. یکی از معترضان در تهران از مشاهداتش به ما گفته، با هم بشنویم. سلام، در 25 آبان 98 اتوبان باقری ضلع شمال به جنوب و جنوب به شمال تقاطع فرجام 196 و رسالت توی چند تا نقطه مشخص اتوبان بند اومده بود، مردم ماشیناشون رو خاموش کرده بودن و تو چند تا نقطه هم مردم سد معبر کرده بودن، سد زباله و لاستیک و از گاردریل استفاده کردن برای جلوگیری حضور ماموران. حدود ساعت 6:30 یگان ویژه هجوم آورد به سمت مردم، به خاطر اینکه سیل مردم زیاد بود نتونستن کاری رو پیش ببرن، و در ساعت 11 شب نیروهای بسیجی و لباس شخصی توی منطقه حاضر شدن که با زدن حداقل 50 تا گاز اشکاور و با باتوم و سپر به سمت مردم هجوم آوردن و مردم متفرق کردن و اتوبان رو باز کردن. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم، و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و در تمامی تقاطع‌ها حضور دارن. از دیروز بعد از ظهر اینترنت به صورت کلی قطع شده، چه اینترنت های خانگی چه اینترنت های همراه، و ما به هیچ سایتی به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم. نمیتونیم از اپلیکیشن های سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم. فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستند و بقیه سایت ها و اپلیکیشن ها قابل استفاده نیستند. هیچ کدوم از وی پی ان ها و فیلتر شکن هامون کار نمی کنه. فقط و فقط میتونیم از پروکسی، اونم به صورت خیلی محدود استفاده کنیم و تلگرام رو در بعضی مواقع باز کنیم، و برای تلفن هام لیمیتد قرار دادن، بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه وقتی صحبت میکنید تلفن شما ناخودآگاه قطع میشه.
گفته های یک شاهد عینی بود از تهران، بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین هستید. با گذشت 3 روز از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده به اون، به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده، در نتیجه دریافت تصویر از ایران با دشواری بسیار همراهه. با وجود این، از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که فضا به شدت امنیتی، گزارش‌های منتشر شده از اینکه بخشی از بازار تهران تعطیل. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت می‌کنه. بخشی از صحبت او رو ببینید. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسان این قضیه بنزین مختلفه، بعضی اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. فرانوش امیرشاهی در استودیو با ماست. فرانوش، همطور که شنیدیم آیت الله خامنه ای چندین بار گفتش که من تخصصی ندارم، سررشته ندارم، تصمیم اونها بوده، اما حمایت میکنم. معمول نیست آیت الله خامنه ای راجب سررشته نداشتن در زمینه اینقدر به تکرار صحبت بکنه. اتفاقا آقای خامنه ای مسبوق به سابقه بوده که در مواردی هم گفته که من تخصصی در این حوزه ندارم ولی حمایت میکنم، ولی صلاح در اینه. بجز موضوعاتی مثل حوزه سیاست خارجی که کامل و خیلی آشکار و واضح مثلا در زمینه رابطه با آمریکا خیلی صریح میگه که تشخیص من اینه و دیگران اگر غیر از این فکر میکنن اشتباه میکنن، در این حوزه ها که به هر حال تبعاتی داره، میبینیم اعتراض های گسترده ممکنه به دنبال داشته باشه، خیلی مستقیم و به این صراحت نمیاد واکنشش بده و مسئولیت رو کاملا مستقیم به عهده بگیره. هرچند تایید به نوعی حمایت و به نوعی به معنی میتونه باشه که به هر حال مسئولیت با رهبر جمهوری اسلامی هم هست. اما ماجرا اینه که صحبت امروز صبح آیت الله خامنه ای ورق رو کاملا برگردونده. اگه تا دیروز ما صدایی های مخالفی میشنیدیم، اعتراض هایی میشنیدیم، حتی یه مقدار سیاسی شده بود، جناح‌های سیاسی سعی می‌کردن که به ویژه به خاطر اینکه در آستانه انتخابات مجلس هم هستیم سعی می‌کردن از این بهره برداری سیاسی کنن. مثلا همین دیروز آقای قالیباف میگفت دولت اشتباه کرده، زمان بعدی رو انتخاب کرده و زیر سوال می‌بردن این تصمیم رو. امروز می‌بینیم یا سکوت کردن یا اینکه در صدد اصلاح حرفشون هستن، میگن که ما همراهی می‌کنیم و اینکه سعی می‌کنیم حالا ابهامات این رو برطرف کنیم، سعی میکنیم که نظارت بکنیم چطور داره این پولهایی که وعده داده شده، سهامهایی که وعده داده شده، یارانه که وعده داده شده درست به حساب دهکهای پایین جامعه ریخته میشه. فرانوش با ما بمون. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از مشهد به ما پیوسته. آقای جوادی حصار، مشهد در 2 روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده، امروز آیا آرامش به شهر شما برگشته؟ تقریبا بله، من امروز دوری خودم تو مجموعه زدم، مخصوصا همون بلوار وکیل‌آباد که پریشب خیلی شلوغ بود و مسدود بود تقریبا. الان دور زدم، البته
مقداری نیروهای پلیس، ماشین‌های پلیس تو محل مستقر بودن با فاصله و یه مقداری حضورشون محسوس بود، اما ترافیک روان بود، هیچ اتفاق خاصی هم نمی‌افتاد. تقریبا نیم ساعتی من تو مسیر بودم. آقای جوادی اصلا علت اصلی اینکه عده‌ای از مردم به خیابان‌ها آمدند افزایش قیمت بنزین کماکان پا برجاست، فکر می‌کنید که آرام شدن مشهد به این دلیله که اونها اطمینان خاطر پیدا کردند بعد از صحبت آیت الله خامنه ای، یا اینکه نبود رهبر برای این اعتراضاته؟ مجموعه ای از عوامل در پدید آمدن این اتفاقات دخیلند و مجموعه دیگر در فروکش کردنشون. مردم وقتی میخوان اعتراضشون رو نشون بدن به یک رفتار، خب شکل دیگری جز همین که بیان توی خیابون تظاهراتی رو کنن و حضوری از خودشون نشون بدن الان موجود نیست. من فکر میکنم ابزارهای قانونی برای اینکه مردم نظرشون رو در موارد اینگونه‌ای بروز بدن، حتی اگر تو قانون اساسی هم دیده شده باشه، دولت ها تعبیه نمی کنن. مثلا میتونن یک سامانه نظرسنجی یا رأی سنجی درست کنن که حداقل در هر استانی، در هر مرکز استانی به صورت پایلوت از 3-4-5 تا استان یه نظرسنجی ابتدایی بکنن که آقا اگر افزایش قیمت بنزین رو داشته باشین از مثلا 1000 تومان به 1500 تومان و آزاد 3000 تومان، چند درصد از مردم با توضیحاتی که باید بکنن، همین توضیحاتی که باید بدن، چند درصد میتونن موافق باشن، چند درصد مخالف باشن. اینا این اتفاقات اگه مردم آقای جوادی اظهار پاسخ به همچین سوالی کمتر ملتی در جهان هستن که بگن بله قیمت بنزین رو برای ما گرون بکنین، یعنی همچین نظرسنجی های پاسخش اصلا از پیش از انجامش قابل پیش بینیه؟ نه، ببینید بحث اینه که ممکنه اگه توجیه بشن موافقت هم بکنن، بحث این نیست که 100% مخالف باشن، ولی اگه مثلا جهت رو مشخص کرده باشن، همین توضیحاتی که الان دارن میدن که آقا از بین 50000 تومان تا 25000 تومان ما این پول رو برمیگردونیم به جامعه و بعد روش های تضمین شدهش هم به نمایندگان مجلس بدن، به احزاب بدن، یک حمایت ملی براش درخواست بکنن و در حقیقت گفتگو بشه، من فکر میکنم اینجوری نیست که اصلا کسی فیاد ذات تحمل نکنه شنیدنش رو. اما این که خب خیلی چیزا تو کشور گران شد و اصلا رای سنجی هم نشد، نظر سنجی هم نشد، این اتفاقات هم براش نیفتاد. اما من فکر میکنم این از این دست کارهایی که یه مقدار بعد روانی داره و مردم فکر میکنن که اگر بنزین گران بشه مثلا همه اجناس هم به تبع اون گران میشه، خب یه مقدار ممکنه التهاب درست کنه. من جهت اطلاعاتون بگم، دیروز خدا شاهده بعد از ظهر با عده زیادی از افراد مشهد تلفنی تماس میگرفتم و خودم بهشون معرفی میکردم، میگفتم که من جوادی وسار هستم و میخوام در مورد این قضیه از شما نظر بپرسم، چون قطعا از من سوال میشه و من میخوام نظر شما رو ببینم. یه تاکسی تلفنی پیرامون ما بود که هم منو میشناسه، هم من جاشو میدونم، میشناسمش، کامل اطلاعاتشو به من داد که بله آقا ما اینقدر مصرف داریم، اینقدر نیرومون، اینقدر پژومون، اینقدر مصرفش، پرایدمون اینقدر مصرفش، اینقدر ما گفتن بهتون میدیم و ماکسیموم قیمتی که من ازشون سوال میکردم، گفتم اگر به نظر خودتون مثلا با این ترتیب بخواین افزایش قیمتی پیش بینی بکنین شما چقدر، شما گفت بین 5 تا 10 درصد. با یکی از مدیران صنعت معدن تجارت صحبت کردم، اون هم همین رو میگفت، میگفت چون بالاخره قیمت 1000 تومان اولیه شده 1500 تومان، این بالاخره در کل اگر بخواین در نظر بگیریم، همین کاری که من به عنوان یک شهروند عادی و به عنوان خبرنگار با مردم صحبت میکردم و یه اطمینان نسبی رو ما دارن که ما دروغ بهشون نمیگیم و اون حرف اونا رو ما منتقل خواهیم کرد، وقتی که این رو دولت انجام بده و اطمینان مردم رو هم جلب کنه، خب مردم مرض که ندارن که بیان تو خیابون خودشون رو به آسیب بزنن، به خودشون آسیب بزنن، به دیگران آسیب برسونن. مسئله اینه که در بعضی از موارد بدسلیقگی میشه، یعنی نظر مردم رو نمیپرسن، گویا که اصلا مردم در این مسئله هیچ نقشی ندارن.
آقای جواد یسار در این مورد حتی نمایندگان مجلس رو هم معتمد ندونستند، یعنی نه تنها از مردم نظری خواسته نشده، شما به عنوان سران سه قوه به همراه رهبر ایران بشینید تصمیم بگیرید ابلاغ بکنید، نه تنها مردم احساس کرد اعتراض کردن، نمایندگان ما آقای صادقی گفت من استعفا میدم، نمایندگان دیگر هم همینجوری. ببینید این که ایرانی که الان به وجود آمده این است که مرحله به مرحله اعتماد دستگاه های اصلی حاکمیتی به دستگاه های مرتبط با بدنه داره کم میشه. یعنی یه روزی بود که میگفتن آقا مجلس بالاخره مسئول نظارت استثنائیه، اینا معتمد ما هستن. الان وقتی فشار رو مجلس نمیتونه با مخاطب خودش که مردم هست دروغ بگه یک سره، که اینا مجبور میشن از توده مردم دفاع کنن. وقتی از توده مردم دفاع میکنن بعد دیگه میشن غیر معتمد. بعد میگن آقا حالا بیاین مجلس رو مثلا در هر سران قوا بنشینن تصمیم بگیرن. مگر کجای قانون اساسی گفته که رئیس قوه مقننه میتواند به نمایندگی از قوه مقننه حرف بزنه یا تصمیم بگیره برای کشور؟ دولت به تنهایی بدون مثلا پشتوانه های مردمی خودش بخواد تصمیم بگیره. اینجور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نشان از این داره که متاسفانه لایه های بالاتر حاکمیتی حوصله‌شون تحملشون نسبت به شنیدن حرف منتقد کم شده و صدای مخالف رو تحمل نمی کنن یا اعتمادشون رو به لایه های میانی یا حتی مدیریتی کشور از دست دادن و این خطرناکه. به نظر من یک راه بسیار بسیار منطقی و با یعنی همراه با درایت و تدبیر این است که این تصمیم حاکمیتی رو بیارن تو سیستم مدیریتی کشور، یه جوری مدیریت کنن که مردم پشتیبانی اعلام کنن و احساس کنن که واقعا این 60 میلیون نفری که دارن صحبت میکنن که اینا برخوردار میشن از این ماجرا، اینا برخوردار بشن. ببینید واقعیت این است که ما الان توی بحثای کارشناسی که تو همین حوزه‌های حزبی خودمون داریم میکنیم به این نتیجه رسیدیم. الان با کارت ماشین وقتی دارن بنزین میدن، یه خانواده است که ممکنه 3 تا 4 تا ماشین داشته باشه، یه خانواده هم اصلا ماشین نداشته باشن، اون خانواده که ماشین نداره باز هم برخوردار نیست از یارانه، ولی گرانی یا ناشی از افزایش بنزین رو تحمل میکنه. خب میتونستن بیان یه نظرسنجی کنن، اینا حداقل به مطبوعات و احزاب بسپارن، کارهای مردم رو بگیرن. یکی از نظراتی که میتونست تعدیل کننده باشه که مدتی قبل هم مطرح شد این بود که به جای افزایش قیمت بنزین روی هر کاری افزایش بنزین و تعلق به کارت ماشین، بیان به کارت ملی افراد به جای مثلا 60 لیتر بنزین 120 لیتر بنزین بدن، ولی بگن به هر فرد 120 لیتر میدیم. اون کسی که 3 تا ماشین 4 تا ماشین داره و ماشین های پر مصرف داره، اون بره هزینه مصرف اضافی شد خودش تحمل کنه، نه که هزینه مصرف اضافی او رو یک روستایی که حتی ماهی یک مرتبه از ماشین استفاده نمی کنه او پرداخت بکنه. اگر یه اتفاقات بیفته و اینا ترمیم بشه، بازسازی بشه، با کلیت این که بنزین ارزان است و بنزین ارزان ممکنه باعث مصرف بیرویه بشه یا باعث قاچاق سوخت بشه یا بدآموزی هایی در حوزه مثلا مصرف داشته باشه، این رو میتونن علمی تر باش برخورد کنن و اینم پسندیده است که حال قیمت متعادل بشه. کسی با تعادل قیمت مشکل نداره، با شیوه بد برخورد با موضوع مشکل دارن مردم. متشکرم آقای جوادی اسار، لطفاً با ما بمونید. مهداد سید عسکری پژوهشگر اقتصادی از اسلو نروژ با ما. آقای سید عسکری شنیدید صحبت‌های آقای جوادی اسار رو؟ آقای جوادی اسار تنها کسی نیستند که معتقدند که این سیاست لزوماً غلطی نیست. سعید لیلاز دیگر تحلیلگر اقتصادی در ایران هم معتقده که نمایندگان مجلس ایران رو به کم لطفی متهم کرده و گفته که در فاصله کوتاهی اثرات مثبت افزایش قیمت بنزین رو شاهد خواهیم بود. نظر شما چیه به عنوان کارشناس؟ ببینید اگر قرار بر افزایش قیمت بنزین یا اگر قرار بر افزایش یارانه ها بود، اثرات باید به صورت پلکانی با افزایش قیمت 20% نمر رو انجام میدادن و هزینه ها و منافع
خودش رو در این مدت می‌دیدن. اما در این که به ناگهان یک شبه و به شیوه کودتایی این عمل انجام شده، یک عملی 100% ضد ملی، ضد مردمی و حتی ضد حکومت جمهوری اسلامی است. چون اتفاقی که در این چند روز گذشته اتفاق افتاده، عملا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو به زیر سوال برده که باعث خوشحالی بسیاری شده. اما اینکه دوستان به ناگاه در روزهای اول میآیند مخالف قیمت بنزین میشه و پس از اینکه شخص اول نظام مخالفت میکند، به خدمت شما عرض بکنم که به فرایندهای توجیه این مطلب میپردازند، نشان دهنده نقش بی ثبات و تکرار کننده اینها هست. تا اینها آقایون اگر جرأت دارند چه در مجلس چه در نهادهای دیگه، حداقل جرأت اعتراض به خودشون داشته باشند، نه پس از اینکه شخص اول نظام حمایت قاطعانه و بی‌دلیل خودش رو از این امر و حتی دولت و حتی قوه قضاییه و حتی مجلس اعلام کرد، حضرات در رسانه ها می نشینند و قضیه رو یه جوری توجیه می کنند. متاسفانه دوستان در 20 سال گذشته نسبت به مسموم کردن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در راستای توجیه قدرت عملیاتی کردند، الان هم به نقش خودشون برگشتن. آقای سید عسکری، آقای جوادی آزار در صحبتاشون اشاره کردن که بر اساس تحقیقات محلی، البته نه علمی بلکه محلی، که انجام دادند، بسیاری معتقدند که شاید بین 5-10% هزینه هاشون افزایش پیدا بکنه بعد از افزایش قیمت بنزین. به عنوان کارشناس اقتصادی آیا شما موافقید با چنین تحلیلی؟ نه خیر، این گونه نیست. تمامی مطالعات بعد از دهه 80 و دهه 90 در ابتدای دولت آقای روحانی که افزایش قیمت بنزین وجود داشته، نشان دهنده اینه که افزایش شدید تورم رو در یک ساله اول داشتیم و پس از 3 سال این خدمت شما عرض بکنم که تورم اندکی کاهش پیدا کرده. تمامی اینها غیر کارشناسی هست، تمامی اینها میدونن. من حواله میدهم به اندیشکده دانشکده صنعتی شریف که هشدار داده بود در این خصوص، اعلام کرده بود و فریاد و فغان میکردن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و اینها که این طرحی رو که دارید انجام میدید اشتباه هست و بهترین طرح برای متوقف کردن حالت کنونی مراجعه کردن به طرحی هست که دانشکده صنعتی شریف، یعنی اندیشکده حکمرانی شریف، ارائه میده. آقای جوادی عزیز، شنیدید صحبت‌های آقای سید عسکری رو؟ ایشون معتقدند که افزایش تورم به مراتب بیشتر از فرضیات شماست. عرض کردم من نرفتم کار علمی دانشگاهی آکادمیک انجام بدم. من به عنوان یک روزنامه‌نگار به صورت رندوم با چند تا تاکسی تلفنی، با چند تا تاکسی دار و حتی تاکسی ها که بین خط صحبت میکردن، میتونم تلفناشون رو به شما هم بدم، شما هم چک کنید که مثلا یه خطی که بین درگز و مشهد کار میکرده، من باش صحبت کردم با یک تاکسی داری که الان خودش کمپانی، یعنی چیز داره، مؤسسه تاکسی رانی داره و داره ده ها تاکسی داره مدیریت میکنه، باش صحبت کردم. با یه مدیر صنعت معدن صحبت کردم، با چند تا فرد عادی صحبت کردم. من که نمیتونم برم 2000 نفر در نصف روز ازشون بپرسم، ولی به صورت رندوم از 10 نفر 15 نفری که سوال کردم، اینا صحبتایی که اونا به من گفتن. بنده مخالف گران کردن قیمت بنزین نیستم، ولی موافقم با قیمت مدیری، افزایش قیمت مدیریت شده. کما اینکه ما در مرحله اول یارانه ها هم موافق اون طرح یارانه ها مال آقای کروبی بود، ولی بعد آقای احمدی‌نژاد اومد بعد اجراش کرد. ما از اون لحظه اول گفتیم آقا ما مخالفیم با این شیوه یارانه دادن، این تورم‌زاست. و بنده خودم ثبت نام نکردم برای گرفتن یارانه، گفتم چون من منتقد این طرح هستم، هیچ وقت از یارانه اینجوری استفاده نمی‌کنم که فردا اگه خواستم انتقاد کنم بتونم انتقاد کنم. بنده در تمام این مدت از یارانه استفاده نکردم. ببینید، من اگر یه چیزی رو دارم عرض میکنم، نمیخوام به کسی دروغ بگم، نه منفعتی میبرم از این مسئله یا ضرری میکنم. خب منم مثل بقیه شهروندان از امروز باید برم بنزین لیتر 1500 تومان بزنم، از اون طرفم اگر کم آوردم 3000 تومان بخرم بنزین رو. بنابراین به نفع من نیست افزایش قیمت بنزین. ولی اگه بخوایم تعادل ببخشیم به مصرف در کشور، خب ببینید، واقعا یک شیشه آب ساده رو ما داریم در ایران میخریم 1500 تومان، یک شیشه آب نیم لیتری رو، بعد ما یک لیتر بنزین میخریم به 1000 تومان. این منطقی نیست. برای باید بالاخره بین چرخه و تقاضا یه جایی تعادل ایجاد بشه بین تولید و تقاضا. این منطقی نیست. حالا بحث اینه که این چجوری منطقی بشه، این کار کارشناساست. کارشناسا اقتصادی باید بیان، کمیسیون اقتصادی مجلس باید مینشست و این فکر میکرد، دولت در وزارت اقتصاد مینشست و این فکر میکرد، از کارآزمودگان و اصل سیاست، از دانشگاه‌های مرتبط نظر می‌گرفتن، حتی
آمارسنجی میکردن، نظرسنجی میکردن. به قول آقا در دو تا سه تا شهر به صورت پایلوت در شهرستان مصرف، یعنی این کارو میکردن به صورت پایلوت و ببینن نتیجه چی میشه. ولی اینا بیموالاتی است. من از دیشب هم عرض کردم، امروز هم با روزنامه ها صحبت کردم، عرض کردم پاره ای از این رفتارها بیموالاتی است. این که حالا رهبری هم بیارن پشت قضیه خرج کنن که ایشون هم بگه آقا منم کارشناس نیستم ولی دیدم سه تا قوه با هم دیگه توافق رسیدن منم حمایت میکنم، این به نظر من یه مقداری از جاده تعادل خارج شدن و سیاسی کردنه. بالاخره ما چاره ای نداریم، باید منطقی با قضایا برخورد کنیم. بنزین ارزان مضراتی داشته برای جامعه ما، گران کردنش هم مضراتی داره، باید بالانس کنیم که به حداقل مضرات بتونیم این از این مرحله بگذریم. بله آقای سید عسکری، فکر می‌کنید مضراتی که آقای جوادی اثار بهش اشاره کردند با این افزایش قیمت دست کم بخشش قابل جبرانه؟ ولی عملاً با اتفاقی که خواهد افتاد تورم افزایش پیدا خواهد کرد و این یارانه‌ای رو که خواهند داد عملاً به عددی مثل اندازه 45,000 تومان فعلی خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که و عملاً پول خواهد شد، این پول‌هایی که افزایش خواهد شد. فقط اتفاقی که برای دولت می‌افته این هستش که یک افزایش بسیار زیادی، یک درآمدی رو دولت به واسطه کارمزد خودش از این جابجایی قیمت‌ها خواهد گرفت که خرج سیاست‌های خودش می‌دونه. و من با دوست عزیز یک صحبتی دارم در خصوص بحث کارشناسی کشور. ببینید دولت جمهوری اسلامی یک نظامه، اندیشکده داره، متخصص داره و بسیار هم اتفاقا دقیق از بنده و شما که در داخل کشور هستید نتایج این طرح رو میدونسته. من به جرات میتونم بگم در خصوص این طرح در سازمان بازرسی کل کشور گزارشات جمع‌آوری شده بود. خدمت شما عرض کنم همونجوری که ارائه کردم، دانشکده صنعتی شریف، مرکز مطالعات پژوهش‌های وزارت امور اقتصادی، همان مرکز مطالعات مجلس که یکی از بهترین مراکز تحقیقاتی کشور هست و دیوان محاسبات، در این خصوص سالها هست گزارش‌ها جمع‌آوری شده و پیشنهادات ارائه شده. اما زمانی که به حکمرانان و مقامات سیاسی کشور میرسه، چون هیچ جایگاهی نداره و چون هیچ اعتقادی به این قضیه نداره و ما دچار معکوس شدن اولویت‌ها در کشور هستیم، ما دچار این تصمیم‌های خلق الساعه هستیم. تصمیم خلق الساعه را در خصوص دلار 4500 تومانی دیدیم که چه فجایعی برای اقتصاد ایران به وجود آورد و این تصمیمی را هم الان برای اقتصاد کشور می‌بینیم با توجه به اینکه انواع اقسام هشدارها داده شده بود. من دیروز در مصاحبه دیروزم با بی بی سی فارسی گفتن در خصوص این طرح چند روز قبلش میان مدیران میانی شرکت نفت و آقای زنگنه جلسه بسیار تندی برگزار شد که مدیران با حالت قهر از اونجا خارج شدن. بدنه کارشناسی و مدیران کشور دقیقا این رو میدونن، اما متاسفانه تصمیم ها به صورت خلق الساعه و کودتایی در نهادهای هسته سخت قدرت گرفته میشه. آقایون لطفا با ما بمونین. فرنوش امیرشاهی همکارم اینجاست با آخرین ها. فرنوش، به نظر میاد که خبرهای منتشر شده در این مدت. خب نه، چیزی که ما از دیروز تا امروز داشتیم این بود که خشونت ها در این اعتراض خیلی زیاد بود. ویدیوهایی که دیروز منتشر میشد نشون میداد که برخورد بین معترضین و نیروهای امنیتی بالاست، تیراندازی ما در فیلم ها داشتیم. حالا امروز فارس به نقل از یک نهاد امنیتی برآوردهای اولیه رو منتشر کرده از مجموعه اعتراضهایی که دیروز انجام شده تا امروز، گفته که حدود 87,400 نفر در تجمعات حضور داشتن. اعلام که شده که در 100 منطقه ایران اعتراض‌های صورت گرفته که خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما تا الان اطلاعات داشتیم. همینطور گفته شده از میان در این 100 منطقه که انجام شده حجم خشونت و میزان تخریب بسیار بالا بوده، موضوعی که علی شمخانی هم امروز در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح کرده بود که به نقل از نمایندگان گفته بود که ظاهرا اسنادی منتشر کرده که بسیاری از معترضان آموزش دیده بودند و آماده بودند. در این گزارش این نهاد امنیتی هم اومده که بعضی از اونها کاملا آمادگی داشتن
ادعا شده که اینها آموزش دیده شده بودن. همینطور این که اعلام شده تا این لحظه بیش از 1000 نفر بازداشت شدن بر اساس این گزارش و همینطور حجم تخریب بانک ها، فروشگاه های بزرگ، حمله به اماکن دولتی، جایگاه های بنزین خیلی گسترده بوده. این گزارش نهاد امنیتی ادعا کرده که بیشتر از 100 بانک و 57 فروشگاه بزرگ فقط در یک استان تخریب شده، به آتش کشیده شده. در این حال یک مقام امنیتی دیگری باز به همین خبرگزاری فارس گفته شناسایی شدن ماشین هایی که دیروز در اتوبان ها در خیابان های بزرگ شهر در واقع متوقف مونده بودن، خیابان ها رو ماشین هاشون خاموش کرده بودن و به این شکل اعتراض میکردن، گفته اینها رو با دوربین های مدار بسته شناسایی کردن و باهاشون برخورد میکنیم. با توجه به اینکه فارس در واقع خبرگزاری هست که خودش نزدیک به نهادهای امنیتی است، اگر خواستمون باشه فارس خبرگزاری بود که در انتخابات سال 88 پیش از اینکه نتایج انتخابات اعلام شه خبر پیروزی محمود احمدی نژاد رو اعلام کرد، میتونیم بگیم که این گزارشی که امروز منتشر کرده الان به نقل از یک نهاد امنیتی میتونه قابل اعتنا باشه. فرنوش، گفته میشه که اعتراضاتی کماکان وجود داره از جمله در بعضی از شهرستان ها، راجع به اونا به اون بگو. بله، خب اینترنت قطع، دسترسی به اینترنت مشکل، مردم نمیتونن، مخاطبان بی‌بی‌سی خیلی تصویر بفرستن برای ما، ولی اخبار جسه گریخته از این اعلام میشه که در سنندج ظاهرا تجمعاتی برگزار، فیلم هایی هم منتشر شده، اما از اون طرف به نظر میاد که جو امنیتی بسیار پررنگ تره. تعداد تصاویری که منتشر میشه نشون میده تعداد نیروهای امنیتی، گشت های ضد شورش در تهران، شهرهای بزرگ و مناطق دیگه خیلی پرتعداد هستن. همچنان مدارس تعطیل، در بعضی جاها مثل اصفهان مترو کار نمیکنه، تعطیل. بازار تهران البته قبلا اعلام شده بود تا پیش از ظهر بازار تله فروشان و پارچه فروشان بسته بودن. یکی از مسئولانش گفته که حالا با حضور نیروهای امنیتی قرار هست که باز بشه و حتی قراره چند روزی هم این نیروهای پلیس و امنیتی حضور داشته باشن. لحن مقامات در ایران از جمله پلیس، مقامات قضایی تهدیدآمیز تر شده، تهدید کردن که با هر نوع تجمعی برخورد میکنن و همه این اتفاقها بعد از در واقع سخنرانی امروز صبح آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد که تأکید کرد باید اعتراض رو به گفته اون از آشوب جدا کرد و سریعتر امنیت رو برقرار کرد. کلن در این دوره هم برخورد با این تجمعات و اعتراض های در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خیلی سریع‌تر و گسترده‌تر بود نسبت به موارد مشابهی مثل مثلا دیماه 96. از همون ساعت اولیه دیروز که اعتراض‌ها اوج می‌گرفت، حضور نیروهای امنیتی و انتظامی خیلی پررنگ بود، گاردهای ضد شورش خیلی پرتعداد بودن. تصاویری که منتشر شده بود اینها رو نشون داد و به نظر می‌رسه فضا امنیتی. تصاویری که داریم می‌بینیم تصاویر اعتراضات دیشب در اصفهان، امروز در اصفهان هم مدارس تعطیل، هم متروی این شهر تعطیل شده به دلیل وضعیت امنیتی. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین در ایران هستید. تصاویر اعتراضات دیشب در اصفهان، گزارش شده که به حوزه علمیه اصفهان هم حمله شده بوده دیشب، اما با توجه به اینکه اینترنت با محدودیت گسترده در ایران روبرو هست، اگر که میخواید به بی بی سی فارسی سر بزنید، ما در کانال تلگراممون توضیح دادیم که چطور میتونید با استفاده از شبکه تور TOR به بی بی سی فارسی دسترسی پیدا بکنید. همونطوری که فرنوش هم اشاره کرد به گزارش خبرگزاری فارس، بنابر آماری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، اعتراضات در دست کم 100 منطقه در ایران وجود داشته، حدود 1000 نفر بازداشت شدن. آمار رسمی کشته ها هنوز اعلام نشده، اما بررسی های بی بی سی تا اینجای کار به این نتیجه رسیده که
دست کم 10 نفر کشته شدند، اما گزارش های بیشتری هم منتشر شده، اما به دلیل محدودیت ها کماکان ما امکان تایید اون رو نداریم. مهمانان برنامه با ما هستند: مهداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی، و محمد صادق جوادی حصار از مشهد با ما. آقای سید اسکری، واقعیت اینه که ایران تحت تحریم های شدید آمریکا، کسری بودجه شدید، باید بودجه ببنده بدون اتکا بر درآمد نفتی. شاید اساسا حکومت چاره‌ای به جز این تصمیم داشت در این شرایط؟ این چیزی بود که قابلیت پیش بینی داشت و حتی گفته میشد که برای سال آینده واقعا چه میخواند بکنند و کسری بودجه و اختلالات اساسی در متغیرهای اساسی اقتصاد کلان را چه میخواهند بکنند. دو راه حل داشتند: کوتاه آمدن یا همراهی با سیستم هایی که البته متجاوزانه هست در خصوص حوزه بین الملل نسبت به ایران، یا خدمتتون عرض کنم ایستادگی و مقاومت تا مطابق اون برنامه‌ای که به لحاظ سیاسی داشتند. آقایون روش اول و کودتا بر علیه مردم رو خدمت شما عرض کنم انتخاب کردند و دست به این اقدام. آقای جوادی حصار، شما با توجه به اینکه به هر حال روزنامه‌نگارید و با بسیاری از معترضان در تماسید، فکر می‌کنید که چه بخشی از این اعتراضات به مسائل اقتصادی بود، چه بخشیش اعتراض به سیاست‌های کلی حاکمیت بود؟ من فکر میکنم به بخش زیادیش سیاست و یعنی مطالبات انباشته شده ایست که مردم تا این سالها بالاخره داشتند و ناراحتی ها، نارضایتی هایی که در حوزه های مختلف گاهی هم بزرگ نمایی میشه، مردم خیلی حوصله تجزیه و تحلیل و پیگیری مرتب قضیه رو شاید نداشته باشند. اما بالاخره وقتی که یک مسئله به تکرار مطرح میشه که بی‌توجهی میشه به رأی مردم، نتایجش این میشه که در پاره‌ای از مواقع اینجوری احساسات و هیجانات قابل کنترل نباشه. ببینید، جناب سید اسکری چند مرتبه الان در این صحبت از کلمه کودتا استفاده کردن. کودتا تو فرهنگ سیاسی، تو فرهنگ نظامی، تو فرهنگ اقتصادی معناهای خاصی داره. الان من نمیدونم، من به عنوان یک شهروند ایرانی دلم میخواد علیه هر کودتایی در ایران مقاومت و مبارزه بکنم، ولو که این کودتا بخواد از خارج کشور هدایت بشه، توسط آمریکایی هدایت بشه یا توسط رسانه‌های متمایل به گرایشات آمریکایی. من دلم میخواد با این کودتا مبارزه کنم. آقای سید اسکری، به عنوان یک شهروند شما خواهش میکنم کودتایی که شما ازش حرف میزنید تعریف کنید برای من و برای شهروندان ایرانی. چرا شما هی میگی کودتا شده؟ آقا یه اتفاق مدیریتی افتاده، غلطه، اصلا غلطه، 100% به نظر بنده یا به نظر شما غلطه. این تصمیم غلط رو چرا میگی کودتا؟ اینا بار سیاسی داره تو فضای ملتهبی که الان اتفاق افتاده. جوان احساسی بنده که وسط خیابون واسونه داره اعتراض میکنه، وقتی شما میگی کودتا شده، اون فکر میکنه باید با کودتاگر مبارزه بکنه و باید داره کشته بشه. ببینید، اینا سیگنال های درستی نیست که اگر وطن پرستی، اگر ایران رو دوست داریم، اگر دلمون باهاره جوان های ایرانی میسوزه، اعتراض مدنی رو منم حمایت میکنم و حاضرم براش هر کاری که لازم انجام بدم، ولی سوزوندن و تخریب و آدم کشتن و حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس کردن، این چه ربطی به اعتراض به گرانی بنزین داره که شما میگی کودتا شده؟ برادر من آقای جوادی حصار، اجازه بدید بشنویم پاسخ آقای سید اسکری. ببینید دوست عزیز، وقتی من سخن از کودتا میکنم، در تحلیل هایی که در 7-8 ماه گذشته این بود که دو اتفاق میفته است: یا مردم بر علیه رهبران نظام انقلاب میکنند، یا رهبران نظام بر علیه مردم کودتا میکنند. تمامی اینها نشان دهنده این بود. شما فکر نکنید که در این اتفاقی که افتاده، حجمه هایی که آغاز شده و هزینه هایی که خواهد بود، شما و دوستان اصلاح طلب شما خواهند بود. آنچه که در این روزها و با خدمت شما عرض کنم کوتاه اومدن در خصوص قضیه بنزین اتفاق افتاد، عملا نشان دادید که جناح اصلاح طلب چیزی جز دنباله جناح اصولگرا نیست. این در خصوص این کودتا نیست. اگر آقای خاطر غلطی جناب عالی، این تحلیل بی ربط جناب عالی، 10 نفر مثل شما بی‌ربطتر از این تحلیل میکنن. مگه ما رو شما رو قبول کنیم؟ مگر مردم هر شما رو قبول میکنن؟ آقای جوادی حصار، به هر حال تحلیل آقای سید اسکری دیگه، اجازه بدید تحلیلشون رو بشنویم. نه این تحلیل نیست، این اتهامه. این تحلیل کجا بود آقا خانم؟ ایشون هر چیز دهنش داره میاد میگه، هیچ کس جوابش نمیده. فکر میکنه آقای جوادی حصار، به هر حال فراکسیون امید قرار بود طرح کاهش بنزین رو بیاره، ولی به محض اینکه آیت الله خامنه‌ای
خامنه‌ای گفت حمایت میکنه، فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح طلبی که شما بهش اعتقاد دارید کنار کشید، طرح اصلا ملغا کرد. منم 100 تا اعتراض فراکسیون امید داشتم خانم محترم، من 100 تا اعتراض فراکسیون امید کردم تا حالا. من 10 تا مقاله علی فراکسیون امید نوشتم، 50 تا مصاحبه علی فراکسیون امید کردم. چرا شما همه اصلاح طلبانو به یک چوب دارید میرونید با هم دیگه؟ بله خب اجازه بدید صحبت پاسخ آقای سید عسکری رو بشنویم. بفرمایید آقای سید. در اینکه جوادی هست، در اینکه شما نیک نظر، نیک اندیش و نیک نهاد هستید و در ذاتتون هستید شکی نیست. اگر سوء برداشتی شده از شما من پوزش میخوام، اما واقعیت این است که افرادی مثل شما، افرادی دیگران یا حتی افرادی که مقام اعتراضهای شایسته تر و نهادهای بهتری همچون آقای مهندس میرحسین موسوی یا کروبی هم دارن، نمیتوانند از خطوط راه نظام خدمت شما عرض کنم جلوگیری بکنن. نظام مسیر راه خودش رو داره و میرود و چاره جز این عمل نداره. این اتفاقی که افتاده اصرار دارم که یک کودتا بوده، اگر یک کودتا نبود میومدن جلوتر و به صورت پلکانی مردم رو در جریان قرار میدادن، نه اینکه در ساعت 10 شب روز پنجشنبه اعلام کنن که قیمت بنزین 3 برابر میشود و همزمان اعلام آماده باش 15 روزه به نیروهای انتظامی بکنن که آماده باشید. اگر اسم این کودتا نیست پس چیست؟ لازم نیست که برای کودتا ما با خدمت شما عرض بکنم که جا به جای دولت ها داشته باشید. کودتا انواع و اقسام متفاوت و بسیار زیادی داره و جمهوری اسلامی هم نشون داده با صرف کردن هزینه های بسیار زیادی در این خصوص و با گرفتن از مشورت از نیروهای خارجی علل خصوص روسیه تخصص بسیاری در فشل کردن، نابود کردن بدون اینکه ساختار اصلیش اتفاق بیفته. چطور زمانی که کاری نمیتوانید انجام بدهید میگویید که آقای روحانی اختیارات ندارد؟ زمانی که ایشون اختیارات ندارد در این خصوص هم اختیارات ندارد و تمامی تصمیمات در جاهای دیگه انجام می شود. من مشخصا بر واژه کودتا، کودتای اقتصادی بر علیه مردم تاکید می کنم و روزهای آینده و تاریخ در خصوص درستی این تحلیل اثبات خواهد شد. حتی آقای سید عسکری، صحبت آقای جوادی عصار هم اینه که تعاریف کودتا یک سری تعاریف مشخصیه که حوادث چند روز اخیر در اون تعاریف علمی کودتا نمی گنجه. آقای جوادی عصار، منم با آقای سید عسکری در این که تحلیل غلط در ایران وجود داشته باشه میتونم همراه باشم، در این که رفتار نامناسب اتفاق ممکنه بیفته ممکنه همراه باشم، برای این که اونها هم اون کسانی که این تصمیم را دارن میگیرن میدانن که یه عده‌ای سوار این موج گرانی خواهند شد و این آشوب‌ها را به پا خواهند کرد، اونا هم این تحلیل این تجزیه تحلیل رو دارن. اونا که از پشت کوه نیومدن میفهمن یه عده آدم هستن مخالفن و از این مخالفت استفاده میکنن، اما اون کسی که میاد آماده باشه نظامی میده برای گرانی، آماده باشه نظامی نمیده، برای اون کسی آماده باشه نظامی میده که در پناه گرانی یاد میره پمپ بنزین آتیش میزنه و یا خل اصلاح میکنه پایگاه بسیج رو یا پایگاه نیرو انتظامی رو، میره پلیس رو میکشه، میره حمله نظامی میکنه، با اسلحه حمله میکنه. آخه چه ربطی داره گران شدن بنزین با تخریب اماکن پلیس و حمله به پلیس و خلع اصلاح کردن پایگاه پلیس؟ اینا رو آماده باش نظامی میدن برای این کار. در کجای دنیا این کار رو نمی کنن آقای سید عسکری؟ در کجای دنیا آماده باش نظامی نمیدن؟ در فرانسه که محض آزادی است، بنده 4 ماه قبل فرانسه بودم، واقعا پلیسش میگه آقا بیان ما رو خلع اصلاح کنین و بهشون برخورد نمیکنن؟ یه حرفا رو برای یک ملت میزنی که نفهمن، ملت که همه هم حرف منو میفهمه هم حرف از مثالی رو. شما که یه چهره دانشگاهی هستی تعریف کودتا رو درست بگید به مردم، دروغ به مردم نگید، تحلیل غلط به مردم ندید. کودتا یه چیزیه تو تاریخ سیاسی ایران، جهان و تمام منطقه از شاخ آفریقا بگیرید تا شمال اروپا تا جنوب آسیا، همه جا کودتا معنا داره. شما هم میگید کودتا شده، کودتا شده، آدمت اشتباه چرا به مردم میدید؟ بله آقای سید عسکری، پاسخ اصلا من میگم یه کار غلط صورت گرفته، کار غلط رو که هیچ چیزی نمیدونن کودتا چه. آقای سید عسکری، کاری بود که آمریکایی‌ها کردن و مصدق و سرنگون کردن و شاه رو برگردوندن سر جاش، اون رو بهش میگن کودتا. خود آمریکایی‌ها هم قبول دارن کودتا کردن. بسیار خب، حالا آقای جوادی عصار، فارغ از اینکه چه نامی بر این حوادث بذاریم، اجازه بدید که پاسخ آقای سید عسکری رو بشنویم. آقای سید عسکری، پاسخ نهاییتون لطفاً. ببینید، در یک نظریه‌ای که معروف شده تحت عنوان یار خاکستری، نهادهای امنیتی در ایران
نه در تاریخ کنونی جمهوری اسلامی. از اول جمهوری اسلامی برای اینکه جریانات و اعتراضات ریشه‌دار رو در کنترل خودش بگیره، با تند کردن اونها و با ارائه تندترین شعارها این امر انجام میده. به عنوان مثال در همین اتفاقاتی که در حدود 40 سال گذشته در خصوص گرفتن سفارت امریکا، جمهوری اسلامی با فرستادن نیروهای خودش برای گرفتن سفارت امریکا عملا نیروهای چپ رو خل سلاح کرد. الان هم همین اتفاقات در همین شورش ها اتفاق میفته. نظریه یار خاکستری که از قضایای اسلام شهر پا گرفت و شروع شد اینجا میگوید که برای کنترل خدمت شما عرض بکنم، شورش ها باید آتش زد، سوزاند، حمله کرد، حتی به نیروهای خودی در سطوح رتبه پایین تر، برای اینکه مردم بترسند و دست نیروهای امنیتی برای خشونت باز بشه. من هرگز از آتش زدن، خشونت و این مباحث اصلا دفاع نمی کنم و قطعا محکوم هستم و قطعا در این خصوص مطمئن هستم و نیروهایی که اینچنین گستاخانه و گسترده دست به آتش سوزی و اینها هستند ریشه قطعا در نهادهای حکومتی دارند و ربطی به ملت ندارند، اما اذهان ساده مثل شما رو متوجه این میکنند که مردم رو که مظلوم هستند و قربانی هستند متهم بکنید و در ادامه همون سیاست های قبلی خودتون در کنار نیروهای اصولگرا بنشونه. قضیه اصلی اینه. من با اجازه میخوام بهتون عرض بکنم که تحلیلتون بسیار تحلیل غیر کارشناسانه است. سفارت آمریکا رو ابراهیم اصغرزاده و عباس عبدی که خودشون رفتن اونجا رو گرفتن و خیلی از بچهای دیگه 10 بار اومدن گفتن ما بدون هماهنگی با حاکمیت رفتیم، اتفاقا اولش هم مخالفت شد با رفتنشون، ولی بعدن که استقبال‌های گسترده مردمی رفت پشت در سفارت آمریکا واستادن، دور سفارتخونه آمریکا جمع شدن، مردم استقبال کردن و حمایت کردن و اگر اونها تخلیه می‌کردن مردم اونها رو مصلحشون می‌کردن، اون وقت شد حاکمیتی. بنده دارم عرض میکنم شما وقتی دارید میگید آقا این یار خاکستری یعنی که نظام جمهوری اسلامی خودش داره میاد پمپ بنزین خودش آتش میزنه، خودش داره میاد سرباز خودش رو میکشه، خب پس این آدمایی که با اسلحه دارن از توی کرمانشاه فیروز حمله کردن اونجا آتش زدن، آدمایی که بازداشت شدن، این آدمایی که الان دارن از طرف اروپا از طرف گروهای تروریستی که توی آمریکا و توی اروپا رو دارن هدایت میکنن، هر شب هم دارن آرمونشون خطشون میکشن که آقا زودتر برمیگردیم اونجوری میگیم، اینا بی رفتن، اینا آقای سلسکنی هیچ نقشی تو این قضایا ندارن، پس چه درستی خودشون جر میدن برای اینکه زودتر این کارو بکنید زودتر اون کارو بکنید. برادر من این بحثا همه رو چپ کردن، از تحلیل چپ دادن به قضایا با از نگاه چپ مارکسیستی به قضایا نگاه کردن که هنر نیست. ما داریم میگیم آقا واقعیت میدانی وسط خیابان ایران این است که مردم نسبت به گران شدن بنزین معترضن. من هم اعتراض دارم، تو هم اعتراض داری، اون برادری هم که خیابون داره اعتراض میکنه من اعتراض داره. این شیوه اعتراض کردن باید به سمت مدنیت حرکت بکنه. من با شما باید به مردم بگوییم آقا اعتراضتون مدنی انجام بده، اعتراض تو غیر خشونت آمیز انجام بده. این رو نباید اجازه بدیم به خشونت، نباید اجازه بدیم به گسترش خشونت و آتش افروزی و کشتن. بله، همونطور که آقای جوادی اسکری گفتن نه تشویق به خشونت کردن نه حمایت از خشونت. متشکرم از هر دوی شما آقایون، محمد صادق جوادی اسکری روزنامه‌نگار از مشهد و مهداد سید اسکری با ما. ممنون از هر دوی شما. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش خبر اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین هستید. دسترسی به اینترنت در ایران به دستور شورای امنیت کشور قطع شده، به همین دلیل دریافت تصویر از ایران به شدت با دشواری روبروه. اما به گزارش خبرگزاری فارس در روز گذشته دست کم در 100 نقطه ایران اعتراضات جریان داشته و حدود 1000 نفر بازداشت شدن. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرد که عده‌ای از معترضان کشته شدند، هرچند تعداد رسمی کشته ها هنوز اعلام نشده، اما بررسی های بی بی سی فارسی نشون میده که دست کم 10 نفر کشته شدن، هرچند تعدادی که گزارش شده بیشتر از این به نظر میرسه، اما ما هنوز نتونستیم مستقلانه این خبرها رو تایید بکنیم. اجازه بدید ببشنوید بخش هایی از صحبت های آیت الله خامنه ای رو برمیگردیم. یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور
و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا، گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم، من این رو گفتم، حمایتم میکنم. مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول از پاریس با ماست. آقای نجفی، حمایت میکنم این که شنیدید از آیت الله خامنه ای، در پیش دیدیم که فراکسیون امید مجلس، فراکسیون اصلاح طلبان، طرحی رو که ارائه داده بود برای کاهش قیمت بنزین به نوعی پس گرفت. وزارت اطلاعات تهدید کرد و گفتش که برخورد خواهد کرد با هر گونه اعتراضی. به نظر شما آیا این پایان این اعتراض خواهد بود؟ در مقطع فعلی که من فکر کنم در نهایت این اعتراضات جمع خواهد شد، یعنی سرکوب خواهد شد، ولی مسئله اساسی که در این اعتراضات و حتی اعتراضات سال 96 خیلی بارز هست و نگران کننده است، یکی انباشت مسائل عمومی حل نشده در ایرانه و نکته دوم عدم حکمرانی مطلوب در ایرانه، یعنی نوع برخورد حاکمیت با یک مسئله حساسی که میتونه زندگی خیلی از اقشار شهری و روستایی در ایران رو تحت تاثیر قرار بده، نشون میده که ما اصولاً در یک بحران ساختاری روبرو هستیم و اگر این اعتراضات هم جمع بشون، سرکوب بشون، پایان این اعتراضات نخواهد شد. علتش اینه که در حکمرانی مطلوب اون چه که مهمه نوع برخورد با صورت مسئله ها و نوع بیانشون و متاسفانه گفتگوی بین حاکمیت و مردمه و من فکر کنم اصولاً در حال حاضر چنین گفتگوی بین حاکمیت و مردم برقرار نیست. مردم مسائلی دارن که انباش شده است در طول سالها و از طریق صندوق رای تلاش کردند که این مسائل رو تا حدودی حل بکنن و از طرفی حاکمیتی داریم که روش‌های حکمرانیش متناسب با تحولات امروز جامعه و جهان نیست. من میخوام توجه شما رو جلب کنم که در حال حاضر شکل‌گیری جنبش‌ها، ما در یک دوره نوینی از شکل‌گیری جنبش‌ها قرار داریم. ما با تشکیل و ظهور پابلیک‌ها به این معنی، با توجه به تحولاتی که در عرصه‌های رسانه‌ای به وجود اومده، با یک اشکال نوینی از جامعه پذیری در ایران مواجه هستیم و در نتیجه تشکیل هسته‌های اعتراضی به نسبت قبل هم سریع‌تر شده است. مردم معترض همدیگر را راحت‌تر پیدا می‌کنند و یک بحرانی نه تنها در ایران که در سایر کشورهای جهان هم به وجود اومده که این بحران احزاب، سندیکاها و نهادهای سنتی هستند که قبلا مردم رو جمع می‌کردن و اونها رو مجتمع می‌کردن برای اعتراض، ولی امروز ما در ایران و به خیلی از کشورهای دیگه، خاص ایران هم نیست، می‌بینیم که هسته‌های اعتراض، هسته‌هایی که جمع می‌شون حول محور یک هدف واحد از جمله همین گرانی بنزین، خیلی زود تشکیل میشه و من اعتقاد دارم حکمرانی در ایران، هیئت حاکمه در ایران متاسفانه هنوز این تحولات رو در نظر نگرفته و نتونسته شیوه های متناسب با تغییراتی که نه تنها در ایران که در سایر کشورهای جهان در حال ظهور و بروز است اتخاذ کنه و به همین خاطر، به خاطر عدم ایجاد گفتگو بین حاکمیت و ملت، من معتقدم اعتراض ها محدود نخواهد شد به این مقطع زمانی. درسته، با این تفاوت که شاید ماشین سرکوب در ایران در مقایسه با بسیاری از موارد مشابه این جنبش های این چنینی بسیار خشنتر عمل میکنه. فرضاً جنبش جلیق زردها در فرانسه، اعتراضات لبنان، اعتراضات عراق، اعتراضات بولیوی، شاید بسیاری از این اعتراضات بی رهبر بود، اما سرکوب هم به این شدت انجام نمی‌شد.
خب من این اتفاقا میخوام از این زاویه تحلیل کنم که ما در یک دوران جدیدی قرار گرفتیم که هم از یه طرف ما در جمهوری اسلامی یک نئومحافظه‌کاری نظامی داریم، به این معنی که قدرت نظامیان در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع رو به افزایش. از یه طریق هم در به هر حال در سالهای 2000 رشد و پیشرفت یک جامعه مدنی رو داریم، یعنی شهروندانی که معترضن حقشون رو در عرصه عمومی میخوان و تلاش میکنن مسائل عمومیشون رو حل بکنن. ما تقابل این دو نگاه متفاوت رو داریم و این به خاطره که هم نئومحافظه‌کاری نظامی در ایران ماش قدرت سرکوبش افزایش پیدا کرده و از اون طرف هم جامعه ایران جامعه پویایی است، علارغم تمام انتقادات به این جامعه، جامعه ایران جامعه‌ایه که مردمش عرصه عمومیشون رو میخوان، حق ابراز نظرشون رو میخوان، حق مشارکت در حل مسائل عمومیشون رو میخوان. این دو دیدگاه تقابل با هم دارن و اصولا حرف همدیگر هم نمیفهمن، به این معنی که از یه طرف نئومحافظه‌کاری نظامی در ایران یک روش‌های سخت افزاری در برخورد با مردم داره. به نظر من حسه اصلی این سرکوب عدم شناسایی شهروند معترض در ایرانه. اگر شما شهروند معترض رو حق تشکل، تجمع و ابراز نظر رو به رسمیت نشناسید، مطمئناً جامعه حتی از یک حالت مدنی به حالت‌های خشن‌تر هم خواهد رسید. حالا آقای نجفی، این مدل سرکوب فرضاً در سوریه جواب داد؟ ببین، به نظر من در تحلیل جنبش‌های اجتماعی ما همیشه باید کانتکست رو در نظر بگیریم. اگر ما خارج از کانتکست صحبت کنیم نمیتونیم. ببینید، این مقایسه‌ها چندان درست نیست. ما در فضای ایران، شرایط ایران کاملاً با شرایط سوریه فرق داره. ما در سال‌های 2000 یک ایران مدنی شکل گرفته، حصه‌های نوینش. این ایران مدنی در حال حاضر به سمت ایران شبکه‌ای در حال حرکته. این ایران شبکه‌ای مؤلفه‌اش ظهور و بروز یک عرصه عمومی گسترده تره. این عرصه عمومی گسترده تر به خاطر تحولاتی است که در عرصه رسانه‌ای رخ داده و شبکه‌های اجتماعی که ظهور پیدا کردن و یک به نظر من یک نوع خودآگاهی در بین مردم ایران روز به روز بیشتر میشه و این خود که حسه های مقاومت بیشتر شکل بگیره. ولی از اون طرف هم ما متناسب با این پیشرفت ها که در عرصه عمومی داشتیم در ساختار حاکمیت هم نوعی نئومحافظه‌کاری داریم که از ابزار قدرت سرکوب بیشتری برخورداره و در نتیجه ما شاهد تقابل این دو هستیم. من گمانم اینه که در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، به این معنی که تسلیم خواهد شد که شهروند معترض، هسته شهروند معترض رو شناسایی بکنه. چون ولی شکل این تسلیم چه خواهد بود؟ شکل تسلیم آیا بازگشت قیمت بنزین، به رسمیت شناختن حق اعتراض؟ فکر می‌کنی تعریف شما از تسلیم حاکمیت چیه؟ نه، من اصولا آنچه که تسلیم حاکمیت در برابر اراده جمهور ایرانی میدونم به میان مدت و کوتاه مدت مربوط نمیشه. من اینو سعی میکنم در یک گزاره بلند مدت سرد کنم، چون در برای تحلیل وقایع صرفا نباید به اون مقطع زمانی مشخص ما ایران امروز ایرانیه که از سال 2000 و سالهای 70 به بعد تحولات خیلی عمیق درونش صورت گرفته. من گمانم اینه که این حوادث هر چند در حال حاضر به سمت سرکوب میره، ولی در نهایت جمهوری اسلامی با توجه به نوع ویژگی‌های نوینی که جنبش‌های اجتماعی نه در تنها در ایران که در سایر کشورها دارن خواهد پذیرفت که حق شهروند اعتراض است، حق شهروند حضور در عرصه عمومی هستش. و یه نکته هم که من میخوام اینجا اضافه بکنم، یکی ریشه های سرکوب یه نگاه تکثرگرا در ایران و یه نگاه ضد تکثر در ایران است. ساخت قدرت در ایران متاسفانه محافظه‌کار است، ساخت عرصه عمومی در ایران متکثر است. این صرفاً اگه شما هم دقت کنید مسئله صرفاً به مسئله بنزین محدود نشده، مسائل دیگری هستن که اینها با هم ارتباط دارن. در تحلیل مسائل اقتصادی ما نمیتونیم مؤلفه های اجتماعی سیاسی رو در نظر بگیریم. من اون چیزی که میخوام بگم اینه که ما امروز یک تنوعی در جامعه داریم و یک مردمی داریم که خواستار به رسمیت شناخته شدن این تنوع هستن و خواستار مشارکت خودشون در حل مسائل عمومی هستن و یک ساخت محافظه‌کار قدرتمند در ساختار قدرت داریم که این رو نفهمیده هنوز.
اما من فکر کنم در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت کم کم محافظه‌کاران مجبور خواهند شد در برابر این اراده تسلیم بشن، چون من اعتقادم اینه که در ایران کشور کاملا پویایی هست و این اعتراض‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. بله، مجتبی نجفی پژوهشگر ارتباطات از سوربن نوول با ما، متشکرم که با ما بودید، در جریان هستید که دسترسی بسیاری از مردم در ایران به اینترنت قطع شده، به همین دلیل دریافت تصویر از ایران بسیار مشکل، گزارش هایی هم که منتشر میشه بسیارش قابل تایید نیست، ولی ما همه تلاشمون رو میکنیم که این گزارش ها رو تایید بکنیم. گزارش هایی از نارامی در شیراز منتشر شده که ما نمیتونیم تایید بکنیم، اما اگر در شیراز هستید میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. من منتظرم همکارانم شماره تلفن ها رو در اختیار من قرار بدن که اگر که میتونید با تلفن، هر چند اینترنت ندارید، اگر که شاهد اعتراضاتی در شهرتون هستید با تلفن به ما اطلاع بدید، دوست داریم صداتون رو در بخش‌های مختلف برنامه ببینیم. اما بعضی از بینندگان ما تصاویر برامون فرستادن از اعتراضات دیروز در شهر کرمانشاه که با هم می‌بینیم. 25/8/98 ساعت 7:20 شب، بانک ملت کرمانشاه، شعبه مصوری. کرمانشاه چندم امروز؟ 24/25/8 بانک انصار آتیش زدن. زوم کن بیا جلوتر. بانک انصار تصاویر مشابهی هم به دستمون رسیده از اعتراضات در اصفهان که مال دیروز، اونها رو هم با هم ببینیم. اصفهان 25 آبان. اصفهان 25 آبان 1398. آتیش زدن بانک، بانک اقتصاد نوین. ۲۵/۸/۹۸ اصفهان، خیابون امام خمینی. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی هستید. فرنوش، الان خبر فوری داشتیم که به گفته شاهدان عینی اعتراضات در کرمانشاه و تبریز ادامه داره، از آخرین ها بگو. درسته، گفته میشه شاهدان عینی به بی بی سی گفتن که به جز این دو شهر در سنندج هم ظاهراً اعتراضاتی وجود داره، اما در کنارش تعداد ماموران امنیتی هم بسیار زیاده، فضا در بیشتر شهرها امنیتیه. همین لحظات پیش خبرگزاری فارس به نقل از یک نهاد امنیتی اولین برآوردها رو در مورد این اعتراضها و تجمعات اعلام کرده بود. یک نکته ای که در این گزارش بود این بود که
حجم آسیب‌های جانی و مالی بیشتر از سال 96 دی ماه 96 بود که و گفته که خشونت‌ها بیشتر از اون زمان بود. اگر خاطرمون باشه دی ماه 96 اعلام شد که 25 نفر کشته شدن. با این اوصاف هرچند آمار رسمی از تعداد کشته‌ها این نهاد امنیتی نداده، ولی اگر که اونطور که ادعا کرده آسیب‌های جانی بیشتر بوده، یعنی تعداد کشته‌ها میتونه بیشتر از این تعداد باشه. همینطور گفته 1000 نفر تا در حال حاضر تا این لحظه دستگیر شدن. تعداد مناطقی که ناآروم بوده در دیروز 100 منطقه در ایران عنوان شده. گفته شده که 87400 نفر در کل این اعتراض ها رقم دقیقیه انگار. این 400 نفر شد چطوری تونستن بشمارن؟ به طور مشخص تعداد زنان و مردان هم آورده شده که خب خیلی با توجه به اینکه فرضاً بزرگراه‌ها بند اومده بود، از کجا میشه تشخیص داد که کدام یک معترض بودن، کدام یک در ترافیک گیر کرده بودن؟ در این گزارش البته گفته شده که یه تعدادی از این افرادی که در این اعتراض‌ها حضور داشتن فقط مردم عادی بودن که تماشاگر بودن، ولی عنوان کرده که یک سری هم افرادی بودن که به نظر میرسه آماده بودن، آموزش داده شده بودن. این ادعایی است که امروز به نقل از نمایندگان هم مطرح شد که علی شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس به اونها گفته اسنادی داریم که نشون میده آمادگی داشتن از قبل. هرچند که خبر افزایش قیمت بنزین ناگهانی اعلام شد و در واقع پیش از این آماده سازی خبری براش یا اطلاع رسانی در موردش انجام نشده بود. موضوع دیگه‌ای که مطرحه و خب به هر حال در موردش بحث میشه این هست که صحبت‌هایی میشه همین یکی دو ساعت پیش مثلا احمد توکلی مطرح کرده که در دیداری که روز جمعه مسئولان کشور با آیت الله خامنه‌ای داشتن، او به آقای روحانی توصیه کرده همزمان با اعلام خبر افزایش بنزین اولین در واقع یارانه‌ها هم پرداخت بشه به حساب اونها و گفته اگر این اتفاق نیفتاده هر چه زودتر بعد این اقدام انجام بشه. همین دیروز هم ما باز داشتیم که مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود این تصمیم هیچ ربطی به ما نداره، یا اینکه همه امروز در بیانیه رئیس قوه قضاییه اومده که تصمیم غیر مستقیم گفته شده تصمیم دولت ولی ما ازش حمایت میکنیم. یعنی به نوعی همه توپ رو به زمین دولت میندازن و